بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه هست، 9 اکتبر سال 2020 میلادی برابر با 18 مهر ماه 1399 و اجازه بدید امروز درباره چند تا موضوع صحبت کنیم، بعد بیایم سراغ آمریکا، انتخابات و این وضعی که واقعا یک شارلاتان. از وقتا به خودم فکر میکردم چجوری مثلا هیتلر تونسته جنگ دنیا رو راه بندازه و کشورها رو علاف کنه و اینها. بعد وقتی دقت میکنید ببینید که یه نفر میاد ولی این قدرت رو داره که دیگران رو با خودش همراه کنه و به اصطلاح با شارلاتانی که بلده دیگران رو گمراه کنه. متاسفانه الان شاهدش هستیم که این مردک دیوانه، ببینید الان وایت هاوس شده هات اسپات از نظر کرونا ویروس، بعد به این میگن سوپر اسپریدر، به خود ترامپ میگن این شخصا سوپرمن که نشدی، مردی که چاق الدنگ شده سوپر اسپریدر، یعنی کسیه که ویروس رو خیلی خوب پخش میکنه این ور بر همه جا میره، از این ور میره با ارتشی ها، از اون ور میره فلان، حتی امروز داره سرفه میکنه میگه فردا شب من برنامه میذارم میخوام برم بین مردم. به یکی گفتم خب این احمق، این شارلاتان، اونا که میرن به دیدنش خب بذار برن اونا بگیرن. گفت نه بابا، اون بدبخت ها یه مش آدم ساده لو، بعضی هاشون وطن پرست و اینا، بمانند. اجازه بدید اول از هر چیز از آقای حسن ماسالی، دکتر حسن ماسالی تشکر کنم که یک ویدیوی رو روی این میکروفون ما رو میبینید اینجا چه کوچولو شدن این میکروفون ها. من یادم سالها پیش یه میکروفونی بود تو تلویزیون رنگارنگ، از اون بالا اومده بود و انقدر این قوی بود بهش میگفتن شاتگان. شاتگان اینجا به اسلحه میگن، ولی اونم مثل اسلحه و میگفتن این پوینت داره. بعد گفتیم خب چرا اینقدر بالا، میگفتم برای اینکه صدا میره بالا. درستم میگه، ما هم این میکروفون رو باید بیاریم بذاریم اینجا آویزون، مثل مسابقه های بوکس و اینا هست، از اون بالا میومد میکروفون. برگردیم، دکتر حسن ماسالی لطف کرده یک ویدیویی رو تهیه کرده و گذاشته روی ویمیو که من براتون میذارم توی این برنامه هم توی مردم tv.com و اون تویچ هم پخش میکنیم و سعی میکنم یه قرار بذارم با ایشون، حالا که دیگه حضوری نمیشه از طریق اسکایپ یه مصاحبه‌ای داشته باشیم. ممنون از آقای دکتر حسن ماسالی. فکر کنم این بعد از ماجرای پیمان آقای رضا پهلوی که همه میدونستیم، اونایی که اینو میشناسیم میدونستیم که خب دوباره اول مهر بوده، چند روزم این بیکار بوده، کازینو ها هم تعطیله، دوست داشته برای اون مسیج بذاره. بذارید من اینا رو براتون راه بندازم، تاریخ و مشخصات دیگر رو بگه. این کلیک کلیک ماوس رو هم ببخشید چون بیننده ما خیلی تیزبین، نکته سنج و ملا لغتی، نه ملا لغتی بعضی وقتا به عنوان بد استفاده میشد، یعنی کسی که از هر چیزی ایراد میگیره، ولی اگر همین ملا لغتی ها نبودن ایرادات ما رو نمیگرفتن که ما یاد نمیگرفتیم چگونه بنویسیم و حرف بزنیم و بخونیم و بدون غلط به اصطلاح زندگیمون رو به پیش ببریم. اگر گفت شیطان نخواست که ما بندگی کنیم، یک دم نشد که بی سر خر زندگی کنیم، اگر این شیاطین و دیکتاتورها و اینا بذاره. و امروز قبل از برنامه با آقای غلامعلی میرزایی بودم، حتما این برنامه رو ببینید چون بعضی ها میگفتن در بعضی جاها مثل آلمان و آلبانی و اینها این برنامه پخش نمیشده، باید با توییچ و یوتیوب چک کنم ببینم اینا محدودیتی دارن یا ما اشتباهی دکمه ای رو زدیم یا کسی این وسط داره چوب لای چرخمون میذاره. ولی بریم سراغ آقای خسرو بهرامی که ایراد گرفتن، ایرادشون هم درسته. و آقای بهرامی، ما خودمون مکافات کم داشتیم که شما هم برای ما دردسر درست میکنی. پیام شما داشت پخش میشد، خانم هم از اینجا اومد گفت این آقای بهرامیه، گفتم بله، گوش داد و گفت درست میگه ایشون.
گفتیم ای داد بیداد، ما یه دوستی مثل آقای بهرامی داشته باشیم دشمن لازم نداریم. حالا آقای بهرامی چی گفته با هم گوش میکنیم. من این میکروفونو بیارم یکم پایین تر. ضمناً امروز قرار بود با آقای فرزاد نیساری هم باشیم، به ایشون گفتم فیسبوک به ما گیر داده، اشکال داده، ویدیو لایومونو قطع کرده برای 30 روز، هنوز 14 روز، 15 روز، 13 روز دیگهش مونده. اگر با همه این محدودیت ها بازم بخوان من در خدمتشون هستم و میتونیم صحبت کنیم، ولی فعلا بریم نیویورک نزدیکتر سراغ آقای خسرو بهرامی و من حرف ایشون رو که 2 دقیقه و 59 ثانیه است بدون قطع کردن گوش میدم، ولی مینویسم منم به اصطلاح نظر خودم رو بگم. بعد از اون مناظره این شارلاتان ترامپ با آقا جو بایدن که دیگه جو بایدن مجبور شد بهش میگه میتونی خفه بشی، یا یه جا بهش گفت دلغک، و بعد یه مناظره نسبتاً بهتری باش نخست وزیر این معاون رئیس جمهور مایک پنس و خانم کمالا، مثل کماله ولی کمالا هریس، سناتور الان قرار بشه معاون بایدن، و نسبتاً این مناظره میشد گفت یه مناظره، اولش با هم سلام علیک کردن، از هم تشکر کردن، از اون مجری تشکر کردن. این گاو ترامپ میگه اگه بخوان مناظره از طریق اسکایپ و اینا باشه چون مریضه من نمیام، چون نمیذارن من حرف بزنم، حرفامو قطع میکنن. یکی نزدیک این نیست بگه احمق برو برنامه خودت نگاه کن ببین، تو هم مثل سوربی که برنامه آقای بهرامی رو مسیج شای قطع میکنی، ببین چقدر پریدی تو حرف اون و چقدر حرف اون رو قطع کردی، و چقدر این کریس والاس 158 دفعه بهش گفته ساکت باش، استاپ کن، خفه شو، وایسا. آقای بهرامی من خفه میشم، بیان شما رو میشنوی. من از کردم آقای سومی بهرامی هستم از نیویورک. 2-3 انتقاد داشتم راجب شما، برنامه‌تون خیلی خراب بود. هر کسی که آوردیم با اسکایت همش یا صدا قطع میشه یا اینکه صدا دو صدا است. شما برنامه خودتون رو با آقای لایلن ببینید، برنامه‌تون هم با آقای سعیدی ببینید. شما دو صدایه میشین، هم صداتون قطع میشه همین برنامه رو پخش کنه. شما که یه پروگرام جلوتون دارین که میتونین 30 تا 40 تا برنامه رو تنظیم کنین، شما قبل از این که بذارین تو یوتیوب میتونین اینو جلوشو بگیرین پخش نشه. الان یه هفته که پخش میشه مرزن زمینم هفته گذاشتم براتون مسیج بذاشتم. شما احترام به خودتون نمیذارین، احترام به بینندتون هم نمیذارین. صدای من پخش کنین، نه اینکه دو ثانیه شو پخش میکنین قطع میکنین. چون من خبر مهمی بود، خبر ملی بود، راجب کشورم بود، راجب خاکم بود که میخواستم بیننده من بدونن چجوری سازمان ملل عنوان شده. منم خودم تجربه ای نداشتم و چیزی هم نمیدونستم راجب نفت. این موضوع راجب حیاتی بود، راجب خیلی چیز ثروت مردم و میهنمون بود. و نشستم برنامه شما رو با آقای برمرز دیدم که ایشون دفاع میکردن از یه آدم کش. آقای محترم من حرف شما رو احترام میزنم، شما به این زندانی های سیاسی پول جمع کنین برای اونا، پول جمع کنین برای اون بچه هایی که کنار خیابون دارن شیشه پاک بکنن. و زمنه آقای سوربی بذارین مردم حرفشون رو بزنن، خفقان بسه. این سه دقیقه هم که وقت میدی اون سه دقیقه هم نمیذاری پخش بشه. ضمناً شما خودتون هم سیاست مدارین هم پادشاهی، جواب منم میدین سریع. میدونم من اعتراضی که دارم شما اصلا راجب سیاست خودتون همه چی رو میگین و میبرین و میدوزین، بعدم میگین من هیچی از سیاست نمیدونم. نه شما همه چی هم میدونی، راجب همه چی هم نظر میدین. بذارین ملت به ستو در اومدن، از دست این رژیم لعنتی نجات پیدا کنن. موضوع من براتون مسیج فرستادم راجع به نفت بود، نفت ایران
اون خالص نفت سیاره که میبرن، ایران بزرگترین صادر کننده گریس، نفت، اویل ماشین، ضد یخ، انتی فیوز، همه اینا هست. تمام اونا رو خامنه پوفیوز میبره و اون سردارای سپاه. این موضوع تو سازمان ملل اومده، هیچ هم اینا تو تحریم نیستن. تحریم فقط برای اون سران اون کشوره که بچه ها خودش قطع شد دیگه، من کاری نداشتم. آقای بهرامی حق با شماست، وقتی حق با شماست ما دستا بالا. اوکی. ولی ببین دوست عزیز، صدا که شما میگید خراب شده، اتفاقا هم با آقای سعیدی تلفن زدم، هم با آقای لادن اون تکنیسیانی که اونجا کمکشون میکنه به من این موضوع رو گفتن و من واقعا این دفعه فهمیدم که چی شده. بارها بهتون گفتم سیستمی که ما اینجا داریم، وقتی من حرف میزنم صدا از این میکروفون میاد منتقل میشه، وقتی شما حرف بزنید صدای شما از این بلندگو توی این میکروفون نمیره، اگه بره پیچش پژواک، اما پیچش هم همون میشه، پژواک یا پیچش ایجاد میشه و خیلی هم بده، هم صدا بم میشه، هم این دوتا صدا یک کم با هم تأخیر دارن، یک صدم ثانیه، دو صدم ثانیه، باعث میشه که آدم اذیت بشه. و ما یه روز هم که میذاریم پیام بنده خدا پخش بشه، بعد خودمون زبون لکنه پیدا میکنیم، نمیتونیم، اصلا عادت نکردیم. آقا تقصیر من نیست، ماها عادت نکردیم گوش شنوا داشته باشیم. هی به همون میگن دو تا گوش داری باید دو بار گوش کنی، یه دهن داری باید یه بار حرف بزنی. من میگم نه، چون دو تا گوش داریم 50% که گوش کنیم، دو تا 50% میشه 100%. حالا من با 100% با این یه دهن صحبت کنم. خب نوشتم صدا که خراب شده، برای آقای سعیدی توضیح دادم سیستمی که ایشون داره اگر از این گوشی و اینا استفاده کنن اون اشکال برطرف میشه. آقای لادن هم، دوستمون تکنیشن اونجا آقای اسکات، برای من نوشته بود که ما سیستم رو اینجا عوض کردیم، درست کردیم، و اگه یه هفته قبلش برید نگاه کنید، یا همون برنامه بود، برنامه آقای لادن، ایشون یه دستگاهی دارن که ویدیو رو میکس میکنن، وقتی اونو برداشتن تازه صدا درست شد. یعنی مشکل یکی و دوتا نیست، ایبیابی کار بسیار، به اصطلاح ترابل شوتینگ یا ایبیابی کار بسیار مشکلیه. شما فکر میکنید این خرابه، درستش میکنید، میبینید نه، باز اتفاق دوباره اتفاق میفته، برمیگردی اینو برمیگردونی حالت اولش، میبینی مشکل ها همینجور هست. ولی ممنونم که شما اینقدر هم ما رو زیر ذره بین دارید، هم لطف میکنید، چون یکی نگاه میکنه میگه بابا ولشون که اصلا اینا لیاقت ندارن، همینم از سرشون زیاده، یکی میگه نه آقا من لیاقت بیشتری دارم، من باید تصویر بهتری، صدای بهتری بشنوم و وقت میذارم، تماس میگیرم تا اونام درست کنم. پس این برنامه آقای لادن و آقای سعیدی جمعه پیش رو، صدا بله اشکال داشت، ولی دوتا دوستمون قول دادن که درست بشه. امیدوارم اولین برنامه‌ای که با این دوستان دارم شما هم شاهد باشید که صدا یا بهتر شده یا به اصطلاح خوبه خوبه. و اما احترام به بیننده، اینجا ببینید احترام به بیننده این نیست که من بیام بعد از یک جمعه، حالا که دیگه مثل قدیم هر روز و هر دو روز برنامه ندارم، از این هفته تا اون هفته اگه کووید نکشتمون، تو خیابون تصادف نکنیم، با نمیدونم طرفدارای ترامپ دعوامون نشه، میایم میخوام یه ساعت یه ساعت نیم صحبت کنیم. تو این یه ساعت یه ساعت نیم من معمولا مهمونایی دارم، مثل آقای نیساری، مثل آقای لادن، مثل آقای سعیدی، که میخوام با اونام صحبت کنیم. حالا اگه ما مثل روش قدیم بیایم به دروغ، آقای داور خدا بیامرزتش، بدبخت داورم شد، خدا بیامرزتش، اینا چون برنامه نداشتن نمیرفت دنبال یه چیزی تهیه کنه، میومد میگفت شماها حق دارید 2 دقیقه صحبت کنید، بعد میگفت ما به شما بدهکاریم. نه آقا بنده به شماها بدهکار نیستم، بنده یه جایی درست کردم به قول معروف
های پارک یه پا چهار پایه برداشتم رفتم اونجا وایسادم، حالا یا تو سرما یا تو گرما دارم حرف میزنم. شما میتونی همین کار رو انجام بدی، زنگ بزنی نیم ساعت یه ساعت برنامه بگیری، هزینهشو بدی، من میام اینجا میشینم و اصلا جوری میشینم که کسی نفهمه من اینجا هستم. به شما میگم آقا تو دلت تا پنج بشمار شروع کن، من شروع میکنم اینجا ولی منو نمیبینن، منو نمیشنون. یه وقت میگی نه آقای سوری من میخوام اقلا یه بیننده و شنونده حاضر باشه اونجا که حرفای منو که میزنه ریاکشن یا عکس العملش رو به من بگه یا نظرش رو بگه، من اون وقت با اجازه شما حرف میزنم. پس ببین آقا من نمیتونم صرفا به این دلیل که شما یه مغازه داری، فروشگاه داری، من بگم من هر وقت دلم میخواد باید بیام اونجا وایسم هر قدم دلم میخواد حرف بزنم. نه آقا، این بیزینس شماست، این محیط کار شماست. من اگر مشتری باشم زنگ میزنم میگم آقا من یه مرمری میخوام برای آشپزخونه اینجوری اونجوری، شما میگی بیا اینجا یا ما میام متر میکنیم یعنی میری، حالا بله نیم ساعت مجانی. شما خودت به من بگو چند ساله داری تلویزیون مردم رو نگاه میکنی؟ خیلی هم ممنون، بارها کمک کردی، حمایت کردی، ازت ممنونم. آخرین بارم اون نوار مال به اصطلاح چیزای روستا استون، روستا یه نوع سنگه، روستا استون که مال آلمانی و انگلیسی بود و اینها، اونا رو هم گرفتی، بیشتر از مبلغی هم که ما خواسته بودیم فرستادی، ممنونم. البته یکی از دوستان یکی دیگرش گرفت یادش رفت اصلا حمایت کنه، اونم مهم نیست چون قبلا هم اون حمایت کرده بوده. و اما پس این احترام به بیننده نیست. یک نوشته ای هم هست که میگه ما به اشتباه میگیم به همه عقیده ها باید احترام گذاشت و اینا، نه آقا من مثلا به دوستان مسیحی و این عقیده شون که آقای جیزس 2000 سال پیش دنیا اومده که گناهان منو بشوره و اینها، من اصلا باور ندارم. خب ببینید الان آقای بهرامی اینجا باز مسیج گذاشته، ببینم جدیده یا قدیمیه. آره اینم اشکاله، ما اینجا کسی رو نداریم که کمک کنه من اینجا نشسته باشم، آقای خسرو رنجبر اونجا باشه، آقای داریوش اونجا باشه، آقای ایکس ایگرگ اونجا باشه کمک کنن اینا. یک دقیقه و 50 ثانیه. میباشه آقای صوفی، من بهرامی هستم، برای بار دوم شما حرفم قطع شد. عجب این حرفی بود که تو دلم بود. آها من اونو پخش کردم، مهم نیست. و یه چیزی من به شما میگم، یه بار امتحان کن. نمیخوام بگم چی میگن این انقدر بدی کردی یا دیدی ثمرش را، صد بار بدی کردی یا دیدی ثمرش را، خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی. نمیخوام اینجوری بگم، ولی من میخوام بگم بارها من به شما گفتم وقتی میخواین یه جا زنگ بزنید، شما که برنامه رو دیدی به قول خودتونم میگید یک هفته است، یعنی نیم ساعت امروز دیدی، نیم ساعت فردا دوباره اومدی ببینی هنوز همون برنامه است، اینا میشه بگیم چند بار دیدی. شما بنویس دلیلی هم که بهت میگم تکرار مکررات، چون شما اینجا دو بار تو پیام همون 2 دقیقه و 59 ثانیه، و چقدر خوب شد که شما اینو الان زنگ زدی که مردم بفهمن من صدای شما رو تو پیام قبلی قبل نکردم، قبل قطع شده یا تلفن شما یا هرچی. تکرار مکررات هست که به شما اجازه نمیده حرفاتون رو تموم کنید. اگر بنویسی که آقا موضوع اول صدا خراب بود، موضوع دوم احترام به بیننده، موضوع سوم سازمان ملل و نفت، موضوع چهارم آقای فرزاد نیساری، موضوع پنجم بذارید مردم حرفشون بزنن، باور کنید اینا رو توی 2 دقیقه هم میتونید بگید. بعد اصلا تعجب میکنید که این سوربی بابا راست میگفت، 3 دقیقه خیلی زیاده. من الان یه خواهشی ازتون میکنم دوستان، شما که نشستید دارید برنامه رو نگاه میکنید، ساعتتون رو نگاه کنید 3 دقیقه ببینید چقدره، حرف نزنید گوش بدید فقط ببینید 3 دقیقه چقدر. من یه بار شعر آقای هادی خورسندی رو که میگه ای وای آب ما شد، نمیدونم واتر و نونمون شد، برد و جمعه هامون شد، یه شنبه و احوالپرسی با همسایه ها شد، چطوری هوا خوبه و اینها، اینو در 2 دقیقه خوندم. بعد ملت گفتم ببینید چقدر 2 دقیقه زیاده. در هر صورت شما درباره سازمان
ملل و نفت صحبت کردید. آقای بهرامی، اگر یک نفر تو دنیا یا یک نفر ایرانی باشه که بدون سازمان ملل تا حالا هیچ کاری برای ملل نکرده و سازمان ملل یک ابزار و آلت دستی بوده برای دول، اون شما هستید، چون شما داخلشون بودید و دیدید چپ و راست قطعنامه صادر میکنن برای این کشور اون کشور، اسرائیل ایران، هیچ که محل نمیذاره، هیچ اتفاقی هم نمیفته چون قدرت اجرایی نداره. حالا شما میگید سازمان ملل یک گزارشی تهیه کرده که نشون میده نفت ایران رو به اصطلاح میبرن و میفروشن و اینها، بعد ضمن دوباره در قسمت بعدی شما گفتید که نفت ایران و تولیدات شیمیایی و اینها که از همون نفت میاد بزرگترین صادر کننده، من فکر نمی کنم این درست باشه، نه ایران بزرگترین تولید کننده است نه بزرگترین صادر کننده، مخصوصا الان این روزها که وضعشون خیلی خرابه. خب شما گفتید که آقای فرزاد، ببخشید گفتید فرامرز، نه این آقا فرزاد نیساری هستن. اگر شما وقتی که مینویسی برنامه رو نگاه میکنی دقت کنی، ما اون زیر اسمو که مینویسیم هیچ، خود شما همون موقع مینویسی فرزاد نیساری که بعدن که میخوای زنگ بزنی یادت نیفته با آقای فرامرز دادرس اشتباهی بنویسی فرامرز. اشتباهات کم میشه، وقت زیاد میشه، تکرار نمیشه و الی آخر. خب برای به ایشون گفتید که آقای نیساری شما بیا پول جمع کن برای زندانیا، برای این اون، منم هم همین رو بهشون گفتم و فکرم نمیکنم پولی جمع شده باشه و اینها. حالا اگه امروز ایشون باشه ساعت 3 باشون صحبت میکنیم ببینیم اون کسی. آخه ببینید سنگ بزرگ برداشتن نشونه این نزدنه، یا اینکه سنگ بزرگتر از قدرتون برداریم میفته رو پای خودمون، خودمون رو داغون میکنیم. 1000 تا ایرانی بیان، ببخشید 150 تا ایرانی بیان نفری 1000 دلار بدن تا به یه نفر 150000 دلار، اونم دلار 25000 تومان و 30 تومان بدن تو ایران برای دیه. حالا این بنده خدایی که کشته شده ما نمیدونیم کی بوده، ولی دیگه یه حدی هم داره. من توی فیلمی دیدم دوستان، واقعا آدمی فیلمای ایرانی رو که میبینه کباب میشه، یه نفر رو کشته بوده، قرار بوده دوست دخترش رو بکشه، خودش هم بکشه، فرسام ریز به هر دلیل خودش کشته نشده، از بین نرفته. حالا پدر دختره میگه ما دیه نمیخوایم، قصاص میخوایم. بعد بهش میگفتن خب چون این مرده، گوش کنید ها ببینید اصلا فاجعه چقدر بزرگه، چون این مرده و دختر شما رو کشته که یه زنه، چون دیه یه زن نصف اینه، اون موقع هم مثل که نقل 5 میلیون و 10 میلیون بود، دیه یه مرد 10 میلیون تومن، نمیدونم این فیلم مال چقدر غریب، آقای فرامرز غریبیان نقش پدر دختر رو بازی میکرد. شما باید اگه میخوای ما اینو برات اعدام کنیم، حالا ما شنیده بودیم میگو اگه تیر بارون کنن بعد پول تیر میگیرن از خانواده ها، دیگه ببینید به کجا رسید. اگه میخوای ما برد این آقا را اعدام کنیم که دوست دخترش که پسر دختر شما بوده کشته، شما باید 5 میلیون به ما بدی تا ما بدیم به این به خانوادهش. بعد این میگو آقا دخترم کشته شده، حالا من باید برم خونم هم بفروشم بیام پول بدم به خانواده قاتل. اینه که دین قدیمی شده دوستان. دوستان برید از اسلام، برید زرتشتی، رفتید 2000 سال عقبتر، برید از اسلام، برید مسیحی، رفتید 700 سال عقبتر. آقا خانم از اسلام بیاین جلو، یا اسلام مدرن رو پیدا کنید یا اصلا دین رو بذار کنار، انسانیت رو پیدا کنید. ممنون و متشکرم. داشتیم چی میگفتیم؟ ببین من حرف خودم هم قطع میکنم آقای بهرامی، پول جمع کنید برای فلان. بله تو این قسمت هم من با شما هم عقیده هستم، ولی اینی که شما میگی تو ایران یه لاتی رو اعدام کردن، حتی دیدم آقای بها ابهری مقاله کاملی نوشته، من با شما هم عقیده نیستم. دلیلش اینی که ما اخبار صحیح به دستمون نمیرسه دوست عزیز. اخبار آخونده رو گوش میکنی میگه این لات بوده، اخبار این وریا رو گوش میکنی این پیغمبر هیرو قهرمان بوده. به همین خاطر بهترین کار اینه که جاج نباشیم، یعنی قضاوت نکنیم، قاضی نشیم. مرسی ممنون. شما میگی بذارید مردم حرفشونو بزنن. آقا خودت انصافا میگی یک هفته برنامه آقای لادن، یک هفته برنامه آقای سعیدی داشته پخش میشده، حساب کن
من چقدر حرف زدم، دوستان چقدر حرف زدن و شما چقدر وقت خالی داری که شما بیاین حرف بزنی. شما نمیای، خب به من چه؟ آقا مگه شما از زمان آقای مصطفی زاده قرار نبود هفته یه بار بیان برنامه بذاریم؟ مگه ما عکس تهیه نکردیم، اسم ننوشتیم، پلاکارد درست نکردیم؟ چی شد یه هفته برنامه میذارین نخودچیشتون تموم میشه؟ نمیاین، کار دارید، یه جایی باید برید، نمیدونم 100 تا خونه گرفتم برم مرمراشو بسازم. میگه آقا گور پدر سربی، حالا دیگه مردم ما نمیگیم ولی سربی رو میتونیم بگیم. نکنید آقا، انتظار از خودتون داشته باشید. همین امروز ببین چه ساعتی شما بیکاری، مثلا 12 شب روز شنبه، شنبه شب ساعت 12، فرداش یه شنبه است تعطیلی. حالا شما تو نیویورک هستی جمعه شبا بیکاری، بشین آقا قشنگ با تلفنت، این روزا دوستان با تلفن شما میتونی فیلم درست کنی، بعد بذار روی یوتیوب لینکشو برای من بفرست. همین کاری که آقای ماسالی انجام داده، گذاشته رو ویمیو، گذاشته رو یوتیوب، برای من لینکشو فرستاده و منم به شما نشون میدم. الان اجازه بدید اینجا پیداش کنم بیارم و این برنامه ایشون رو هم یه هفته نشون میدم. شما کمکاری خودت رو میگردی یه نفر پیدا کنی اونو سرزنش کنی و خودت رو به اصطلاح چی میگن توجیه کنی، خودت رو قصور خودتون رو موجه جلوه بدید. یه کمی قاشق چنگالی حرف بزنم. آقای دکتر حسن ماسالی باید اینجا باشه، اجازه بدین. دکتر حسن ماسالی 2020، بله رژیم فاشیستی، سب بدین. ویدیو خیلی عالی، پروداکشن خوب و اجازه بدین من اینو حتی کوچیکترش کنم تا تو صفحه ما جا بگیره. یک کم شوهرتون نشون میدم ولی همه این ویدیو رو بعدن توی پلیلیست قرار میدیم. دلیلش هم آقای ماسالی میدونن، چون اینو ایشون یا اون استدیویی که تهیه کرده گذاشتن روی ویمیو، ما وقتی پخش میکنیم یوتیوب و ویمیو اینها یقمونو میگیرن، ولی به عنوان fair usage میتونیم یه کمیشو پخش کنیم که ما هم اینو حالا براتون یه کمیشو پخش میکنیم. با درود به همه دوستانم و همه ایرانیان دردمند، میخواستم چند تا نکته رو با به این وسیله با شما مطرح کنم که به طور مشترک یک راهکاری برای نجات از این شرایط پیدا کنیم و بتوانیم این ببین آقای بهرامی، ایشون 7 دقیقه صحبت کرده، من حتی ویدیوی ایشون رو هم قطع میکنم، به شما میگم دوستان من تماس میگیرم با آقای ماسالی، هفته آینده یه روزی با ایشون از طریق اسکایپ یا زوم یا فیسبوک صحبت میکنم. اینجوریه، شما یه چیزی رو که میگی به عنوان تیتر میگی، من اینجا پخش میکنم، مردم نمیدونم بگیم چی چالش میشن، به چالش کشیده میشن برن دنبال اون موضوع، ولی قرار نیست من اینجا پول اینترنت بدم، پول این کامپیوتر رو اینا رو بدم. آقا ما 700 و والله همین 2-3 روز پیش پولشو دادم، بعد از چند روز 700 خورده پول دادیم یه کامپیوتر اضافه کردیم اینجا، چند بارم گفتیم یه نفرم به ما کمک نکرد. چرا؟ یه دوستمون برای موضوع چشم و جراحی چشم بود، ما از ایشون سوال کردیم به نظرت لیسیک انجام بدیم یا نه، ایشون برای ما $100 فرستاد گفت شما برو لیسیک انجام بدیم. ما تا اون $100 اومد رفتیم $727.17 تا اینجاش که چیزه بهتون نشون بدم. ببینید اینا، خب این خرجا رو 724 رو نمیدونم چقدر، قرار نیست من بدم آب بپاشم چایی درست کنم شما بیای حرفتو بزنی بری، بعد هیچ کم نتونه جواب شما رو بده. اینجا رو گوش کنید شما، من بشم انیبلر، انیبلر یعنی کارت چاق کن برای شما،
نمیخوام بهتون بگم کارت چاک میکنم میدم شما با این کارت یه نفر رو میکشی، ولی انیبلر تو آمریکا میدونید چیه. انیبلر کسی که معتاده، این یه گناه داره. اون کسی که دوا میاره به این میده، اون به این نردبون میده که بره چی بگم دیگه، میدونه دیگه، کسی که کمک میکنه یه کسی به کار خلافش برسه یا حتی به کار خوبش برسه. در هر صورت شما با خودت قرار بذار هفته 10 دقیقه هر روز 10 دقیقه خبرها رو بیا بگو پخش کن. ما هم آقا مثلا پول 5 روز از شما میگیریم، 2 روزم مهمون ما باش، 7 روز صحبت کن. ببین آقا، آقای حسن ماسالی نشسته، شما فقط کیفیت این ویدیو رو ببینید. ببین این کیفیت ویدیو، اسم گذاشتن نور و اینا. من دفترشون رفتم، ایشون یه سری چیزای قدیمی دارن، خیلی جالبه. بیشترم چیزا آلمانیه، چیزای تکنولوژی و اینا. در هر صورت باز برگردیم با آقای بهرامی. بله، آقای بهرامی میگن شما هم سیاستمدار هستی هم پادشاهی. من یه بار دیگه هم تو جبهه ملی وقتی به دوستان گفتم که من سیاسی نیستم، بلد نیستم، یکی از دوستان گفت آقا یا شما شکست نفسی میکنی یا این یک حربه ای شده که از مسئولیت فرار کنی. گفتم آقا نیستم، آقا نرفتم من علوم سیاسی بخونم. من رشته برقی که رفتم خوندم و رشته برقی که سالها درس میدادم، امروز شما از من اگه میپرسی میگم من سواد 50 سال پیش دارم، الان کار نمیکنه. اون کلید صلیبی که ما وصل میکردیم، 4 تا سیم میکشیدیم این ور اون ور، اصلا دیگه الان از بین رفته. الان زمانی شده که با دست چراغ روشن میکنن میبندن. یه مدت دیگه با مغزت شما این کار الان دارن میکنن. دیدید اینا که فلجن، با مغزشون با شما صحبت میکنه. آقای استیو هاکینز بود که بود، بیچاره فوت شده. خب شما گفتی هم سیاستمدار هستی هم پادشاه. منظورتون از سیاستمدار اینی که میخوای بگی جواب همه چیز رو میدی، پادشاه هم اینی که میخوای به من بگی دیکتاتورم. این بدترین توهینی بود که من از شما شنیدم. نکن آقا دیگه، نه به ما بگو شیخ نه بگو شاه، این دوتا فوش خوار مادر. واقعا اگه بگیم به کسی بهتر از ایناست، چون هم شاه نشون داد که چه آدم کمدان و نادان و نالایقی بود و هم این شیخ. و اما شما میگی که ملت به ستوه آمدن شجریان. آها، آی گفتی. ببین آقا، ملت ما خودش هم نمیدونه چی میخواد، میدونه چی نمیخواد. میدونه نمیخواد شجریانی که آمد از مردمی که احمدی نژاد گفت اینا خار و خسن و خار و خاشاکن دفاع کرد از دنیا بره، ولی نمیدونه چی باشه. من به یه نفر امروز نوشتم که این برنامه که ما تو ایران دیدیم، مردم آمدن تظاهرات، آقا یه نفر مرده، شما اومدی تو خیابون بوق میزنی میگی مرگ بر دیکتاتور، اوکی، بعدش چی وایسیم تا فردا یکی دیگه بمیره؟ راستی چجوریه که مرده شجریان میتونه این همه آدم رو بیاره تو خیابون، ولی زنده رضا پهلوی یا مریم رجوی یا نمیدونم مرده بجن مریم رجوی، اون مسعود رجوی هم نتونست آدم بیاره. چرا اونا نتونستن بیارن؟ برای این دوستم نوشتم لابد باید بشینیم تا اینا بمیرن، بعدن مردم بلکه بیان تو خیابون. چه حاصلی داشت آقای بهرامی؟ مردم ستم دیده به ستوه آمده اند، حالا میان تو خیابون بوق میزنن، میان فیلم میگیرن میذارن برنامه ایران اینترنشنال و تلویزیونای دیگر رو پولدار میکنن و چه کار میکنن؟ 4 تای دیگه دستگیر میشن. دوباره من و شما باید اینجا هی بگیم آقا نکنید، آزاد کنید. آقای نساری هم با براشون پول جمع کنه بفرسته که اعدام نشن. حاصلش چی بود؟ هر کاری ما میکنیم تو زندگی امیدمون اینه که یه حاصلی داشته باشه. شما صبح که بلند میشی میری سر کار، خیلی وقتا خسته هستی، دلت میخواد بخوابی، شب تو فکر بدهی ها و اینا بودی خوابت نبرده، ولی میگی برم شاید حاصل کار امروز یه درآمدی باشه تا بیام بدهیم بدم، نمیدونم خرج زن و بچه رو بدم. این روزا اگرم بگی خرج زن و بچه رو بدم، خیلی از خانما فوری
پیام میزنه که آقای سوربی خانما خیلی هاشون بیشتر از آقایون پول در میارن، ماشاءالله خدا به تبرتون بده و سلامت باشین. چی بگیم واقعا، هر چی بگیم یه مکافاتی داره. پس این ملت به ستوه آمدن، شجریانم مرد و رفت بنده خدا، خدا رحمتش کنه، 80 سالش بود و چند 15 سال این آقا سرطان داشته. آقا هنرمند وظیفش اینه، این زن رضا پهلوی خانم یاسمن یا یاسی اقلا وقتی سرطان سینه گرفت آمد یه خدمتی کرد، گفت بابا نترسین چی نکنی، چون ما دوستی داشتیم توی شیراز، من برای ایشون کار میکردم، سرطان پروستات گرفته بوده، به هیچ کس نگفته بوده، حتی به همسر خودش نگفته بوده، تا بعد مرده، وقتی هم چی شده گفتن آقا این دیر اومده، و الا این سرطان اگه مثلا یه سال پیش که میدونست آمده بود ممکن بود درمان بشه یا چیزشو پیشرفتگیشو توقف میدن. آقای شجریان آمد یه روزی، ما 15 سال یه مهمون ناخوندهی داشتیم، یکی گفت آقا زندان بوده، یکی گفت نه آقا رفته چین توی دهکدهی دنبال داروهای فلان، داروهای علفی. میگیم دارو برای چی؟ میگی این سرطان داره. میگیم شما از کجا میدونی؟ میگی من میدونم. خب هنرمندی که اینجوری مخفیانه از ملت خودش زندگی میکنه، من نمیدونم کجاش، حالا وقتی 80 سالگی مرد باید ما بیایم تو خیابون چه کار کنیم؟ بیام تو خیابون فوش بدیم بگیرن منو ببرن؟ بعد بچه آقای شجریان میاد منو آزاد کنه؟ نمیکنه آقا. همایون شجریان شانس آورده، بچه شجریانه، میاد این ورور میخونه، پول جمع میکنه میره، یه تور میذارن میخونن میرن زندگی میکنن. آقای شجریان همسرش، گوش کنید، همسر شجریان خواهر زن پسرش بوده. اصلا همچین چیزی شما فکرش که میکنی گزگزش میشه آدم، چندشش میشه. خب اینا یه کمی هم بابا، حالا هر چی شما میخواین بگین، بله شجریان توی یه جریانی افتاد و آمد از مردم دفاع کرد، خیلی ممنون آقای شجریان، روز جمعه هم هست، خدا رحمتت کنه اگه خدایی هست، اگر هم نیست که والا نمیدونه. خب بذارید ببینیم که این آقای پرویز کاردان میگه که پرویز from پرویز کاردان Inc. in Los Angeles. I would like to be able to refer customer to you. I have added you to my network. آقای کاردان شما یه دو تا مشتری به ما دادی، خیلی ممنون. 2600 دلار این آقای کاردان و تلویزیون اندیشه به من بده کارن. حالا هر کی برنامه منو ببینه میگه آقا چجوریه زیا 600 دلار بهت بده کاره، تلویزیون اندیشه اون آقایی چی بود، نادر نمیدونم دامدار دنبو، و پرویز کاردان 2600 دلار، نمیدونم دیگه حالا چجوری همه 600 دلار 600 دلار. سلامتی شما. ببین اگه شما 10 دقیقه برنامه بگیری، من وقتی میخوام آب بخورم گلوم تشنه خوش میشه، میگم دوستان حالا بریم برنامه امروز آقای بهرامی رو ببینیم، بریم برنامه آقای مانی رو ببینیم، بریم برنامه آقای نیساری رو ببینیم، نمیان شما، فقط میگید بذار من حرف بزنم. آقای نیساری میاد بنده خدا. خب بله، دقیقه هفت این قسمت رو نگاه کن، فنجان چای احمد، چشم اونو بعد نگاه میکنم. ببینید خب شما بازم یه پیام گذاشتی، گفتی ساری مثل سوربی، برای چی ساری عزیزم؟ الف تو مسیج نمیده فهمم، الف تو مسیج من نمیفهمم چیه، این با فارسی می نویسید بعض وقتا یه کمی اشکال میاد. بله $40,000 opportunity for run. خب دوستان، در آمریکا دیروز FBI اعلام کرد که یک دسیسه، نه یه پلن، یه برنامه‌ای بوده که این گاورنر میشیگان، یه خانم نسبتاً زیباییه، چون اینا که میاد تو کار سیاست همشون بعداً زشت میشن از بس کارهای پلید انجام میده، این هنوز زیبا رو هست و مخالف ترامپ، میگه ترامپ داره دیکتاتورشیپی رو به آمریکا میاره و درستم میگه. حالا طرفدارای ترامپ، دوستان نکنید این کارا، خودتون رو توی ردیف طرفدارای ترامپ نذارید،
بیاین بیرون تا دیر نشده. این مردک که دیگه به شما نشون داد خودشیفته، خودپرست، خود رأی، دیکتاتور. طرفدارای ترامپ اول گفت 6 تا، بعد گفت دارن بیشتر میشن. اینها برنامه گذاشته بودن که برن این خانم رو کیدنپ کنن. کیدنپ یعنی آدم ربایی. دیدم آقای عزیزان میگه ربایش، میگه مثلا فلانی رو ربایش کردن. من میدونم کدومش درسته، احتمالاً ایشون چون نسل بعدی ما هست کلمات رو این روزا بهتر از ما میگه. در هر صورت قرار بوده این خانم رو حالا بدزدن ببرن، چه بلایی به سرش بیارن و جنگ داخلی در آمریکا را بندازن. دوستانی که آمریکا مهد آزادی، آمریکا که خودش رو از سلطنت 240 سال پیش رها کرد و آمد گفت ما بهترین قانون اساسی، بعضی از دوستان حتی مثل آقای سهراب چمنارا میگن قانون اساسی استوانه کوروش رو نمیدونم فلان اینا، که اصلا همچین مزخرفاتی درست نیست. ولی ببینید الان من خبرش براتون میارم، این عکسشه که شما اینو که میبینید با اسلحه فکر میکنید این پلیس، مامور پلیس، نه، توی آمریکا خیلی جاها هست که میتونن به اصطلاح اسلحه داشته باشن. من نمیدونم چرا این اینجوری شده. بله، این خبر رو بهتون نشون بدم. طرح ربودن فرماندار میشیگان و راه انداختن جنگ داخلی در آمریکا خونسا شد. خب حالا بیایم خبر رو براتون بخونیم از یورو نیوز. FBI طرح ربودن فرماندار میشیگان و راه انداختن جنگ داخلی در آمریکا را خونسا کرد. خانم ویتمرکی، یا حالا اسمش ممکنه چون فارسی دارم میخونم انگلیسیش هم درست ندیدم، بعضی اسما رو ما نمیتونیم تلفظ کنیم، بعضی هاش کی اولشه بعد با این خونده میشه، بعضی هاش دبلیو نباید بخونی. یادم یه دوستی مسخره میکرد یه دوست دیگه اونو، میگفت این رفته برگر کینگ، گفته من دوتا هاپر میخوام. گفتن هاپر چیه؟ گفته این دیگه. گفتن بابا این واپره. گفته مگر نه شما دبلیو رو قبل از اچ نمیخونین؟ منم نخوندم. به اینا میگن لغات بیقانون به اصطلاح، که شما نمیدونی واقعا، فقط با خوندن و اینها. من بهتون گفتم اولین باری که خوندم تمبر پستی، خوندم تمبر پستی، اصلا نمیفهمم خب آقا برای چی مینویسین ب ولی نمیخونین، برای چی خواهر رو مینویسید خواهر ولی وش نمیخونید، خب ننویس. بله، حالا خانم ویتمر یکی از منتقدان سرسخت دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به شمار می رود. یک دادگاه محلی پیشتر موازین سخت گیرانه خانم ویتمر برای مقابله با شروع ویروس کرونا را لغو کرده بود. حالا این بیچاره چی میگه؟ خانم ها بهتر از آقایون می فهمن. میگه بابا نیاین بیرون، یه هفته اگه قرار خونه باشی این ویروس میمیره، اونجایی که هست میمیره، ولی اگه سوربی اومد اینجا ویروس داشت، سوربی چیه؟ این کوفتی شالاتان. ترامپ اومد اینجا ویروس داشت رفت بیرون، تو اومدی این ویروسه تا 4 ساعت رو مقوا میمونه، تا 20 ساعت رو آهن میمونه، تا چند ساعت تو هوا ایربورنه، یعنی همینجوری معلقه. اونم این مردکی که داد میزنه وقتی صحبت میکنه، حالا طرف میگه سوربی تام داری داد میزنی، نترس پشت این شیشه دیگه نمیاد اون برتر. دیدید این شیشه هایی که گذاشتن؟ من جایی که کار میکنم شیشه گذاشتن، شیشه های پلاستیکی، یه شیشه اینجاست یه شیشه اونجاست، این وسطش برای این که اگه میخوایم کاغذی بدیم و اینا. فکر میکنید چه کار میکنیم؟ همه ما بدون اختیار این شیشه ها رو میایم این بر که بازه با هم صحبت میکنیم. البته ماسک داریم، ولی میخوام بهتون بگم که بشر همیشه دنبال آزادی بوده و سعی میکنه این گیر و دار و فیلتر و سانسور و اینا را به اصطلاح برداره. اینم از این. خب آقای بهرامی، اگر از برنامه امروز راضی بودی، اگه پیامت رو شنیدی، خوشحال از این که ما پخش کردیم، شما از این پیاما اگه خواستی باز بذاری، من ازت خواهش میکنم یه کاری انجام بده، یا به صورت همون پروگرامر، برنامه ساز،
پرودوسر تهیه کننده بیا یه قشنگ برنامه درست کن بشین، هیچ اشکالی نداره. آقا اینجا اشکالی نیست، ولی من کراوات میزنم برای احترام به شما. اتفاقا من برای استیون کولبر نوشتم آقا شما برای اونایی که توی میمدن تو استدیو کراوات میزدید، یا برای میلیون ها نفر که تو خونه هاشون بودن. اگه برای میلیون ها نفر بودن که اون میلیون ها نفر هنوز هستن، فقط برای اون 300 نفری که میمدن تو استدیو هر کدومتون اینجوری. دوست من پتیک گفت این برنامه گوپتا رو دیگه گوش نکنید، دکتر هست تو سی ان ان، گفت این که یه نفر رو نمیتونه پیدا کنه که موهاشو کوتاه کنه یا مثل شما ماشین بزنه با موهای خودش رو. آقا ماشین 6، ماشین 8، ماشین 4، ماشین 20 دلار میخریش این روزا، ریچارج چی هم هست که دیگه سیم هم نداره، به ترسی حالا تو حمام مثلا آبی باشه و نمیدونم فلان اینا. حتی یه مدل ساختن که با آبم باشی میتونی ریش بزنی، با آبم باشی اینا. گفت این چی گوپتا، سانجی گوپتا رو گوش نکن. خب بله، شما برنامه بذار، یا به این صورت که مثلا راجع به نفت توی پیام بگو، راجع به شجریان توی پیام بگو، راجع به که من اگه خواستم یکیشو استفاده کنم چویس داشته باشم، آپشن داشته باشم، گزینه داشته باشم، بتونم این یکیو، نه اینکه من 3 دقیقه بشینم گوش بدم، شاید شما یه چیزی بگی که به اصطلاح بحث روز باشه، شاید نه. در هر صورت یه کمی خودمون رو مسئول بدونیم، همه ایرادا رو از طرف مقابل نگیریم. آی سوربی آمده اینجا آقا برنامه میذاری، هیچ چیزی که من دوست داشته باشم نمیگی. آقا خانم، چیزی که شما دوست داری 23 ساعت دیگه برنامه داریم در روز، در هفته که ضربش کنید 23 یا 20 ساعت رو ضرب در هفت کنید، 140 ساعت ما اوپنینگ داریم. والا بلا ما یه کمی ناشکر شدیم. یا ببینید اون وقتا طرف زنگ میزد میگه آقا برنامه، میگفتیم آقا 4 ساعت در هفته ما داریم، این 4 ساعت این هفته گرفته شده. میگه هفته آینده، میگفتیم یه شنبه هفته آینده هم گرفته شده. شاید هم از بس ناز کردیم برای مردم به این روز افتادیم. حالا آقا در هفته 7 تا 20 ساعت 140 ساعت آزاد داریم. خب بیاین حرف بزنین که سوربی هم بشه بیننده شما، که اون وقت سوربی زنگ بزنه براتون پیام بذاره. اون وقت شما پیام های سوربی رو پخش نکن، یا اگه پیام هاش رو پخش کردی تیکی تیکی کن پدرش رو در بیا. این ظلمی که داره اون میکنه، شما بیا بشین و ببینم شما چجوری عادل میشی. شما میشینی اینجا آقای محمد تیرانداز هر روز از دبی زنگ بزنه به بیننده های شیعه بی احترامی کنه چون ایشون سنیه. هنوز نمیفهمه آقا سنی و شیعه دوتاشون یکی هن. حالا اون میگه 2 تا، اون میگه 4 تا، اون میگه 6 تا، اون میگه وقتی دست نماز میگیری بزن همه جا آب بریز کثیف کن، اون یکی میگه اینجوری کن، هم 2 تاش یکی. ولی هر روز زنگ میزد. هنوز ما نیومده بودیم بگیم سلام آقای محمد تیرانداز زنگ میزد، آقای ایکس زنگ میزد، آقای ایگرگ زنگ میزد. دیگه کار ما شده بود این که اصلا احتیاج نداشت بریم کاغذ و نمیدونم برنامه و اینها. اون موقع هم اینقدر وضع اینترنت و اینا خوب نبود، هر خبری رو بگیری ایران نیوز اینقدر خبر برات بفرسته بذاری بتونی صحبت کنی. من چون فیسبوکمون رو بلاک کردن و از اون بدتر نه من تنها، خیلی ها در آمریکا الان باور دارن که چون فیسبوک و توییتر با ترامپ در افتادن، این ترامپ یه افرادی رو استخدام کرده، حتی استخدام کرده که ضربه بزنن به این سیستمای سوشال مدیا. آقای مایکل مور به درستی توضیح داد که این ترامپ رو دست کم نگیرید، این درست آدم نادانیه، درست آدم بیسوادیه، ولی شالاتانه به تمام معنا. شما این مسئله بیمارستان رفتنشو نگاه کنید چه نمایشی درآورد. از روز اول من گفتم که فکر میکنم اینم به دلیل اینکه الان طرفداراش یکی یکی ازش به اصطلاح دل سرد شدن میخوان برن، این علم شنگر رو در آورده به 2 دلیل، یکی دلسوزی اونها رو جلب کنه، یکی انتخابات رو به تأخیر بندازه. حالا باشید ببینید این انتخابات چه خواهد شد. حتی اگر روز 3 نوامبر انجام بشه، حدود 24 روز دیگه، باز این انقدر کشش میده، انقدر توی این دادگاه اون دادگاه میبره، چون این به درستی میدونه اگر انتخاب نشه
بره نیویورک باید بره زندان. دوستان برید دنبال کنید آقای فرهنگ حمید، شما در مقابل مردم مسئولید. شما به دلیل اینکه یهودی هستید و ایشون پایتختتون رو عوض کرده نمیتونی تو آمریکا تبلیغ یه شیاد بکنی. این شیاده، این پدرسوخته است، این دزده، این نابکاره، این خلافکاره، و شما سرتون میگیرید بالا با افتخار از یک آدم بدکاره، از یک آدم هرزه، از یک آدم دزد، از یک آدم جنایتکار. بله جنایت اینه که 210,000 آمریکایی امروز از دنیا رفتن. اون وقت میاد میگه من کرونا گرفتم. این God bless، God bless یعنی یک آمرزش خدایی بود، یک نعمت خدایی بود که بهش داد. خب این احمق که اینو میگه، برید نگاه کنید ببینید در دو سه هفته گذشته چند تا مهمونی گذاشته. مهمونی ها رو میگه ما بیرون بودیم نشستونیم بغل دست هم، کره خر به مردم نمیگه. بعد از این ما رفتیم تو، اونجا وایستادیم، بهش میگن رسپشن، شراب میخورن، چای میخورن، قهوه میخورن، زهر میزنن، حرف میزنن. و برید عکساشو ببینید چجوری همدیگر رو بغل میکنن. آقا بنده چند ماه، 7 ماه وقتی میرم مادرمو ببینم دیگه نه من اونو میبوسم نه میذارم اون منو ببوسه. شما احتمالاً فامیل دارید که باهاشون رفت آمد نمیکنید، دوست دارید که رفت آمد نمیکنید، فامیل دارید که اگه رفت آمد میکنید سعی میکنید با ماسک باشه، دور باشه، جدا باشه. ولی این مردک عین خیالش نیست، چون اولاً هر قرصی که شما بگی خورده. دیگه میگم که کسی که میره با زنای بدکار میخوابه بدون کاپوت، خب معلومه که این براش مهم نیست که 74 سالم عمر کرده، میگه بمیرم زندان نرم. و این چون شنیده بود شما وقتی ماسک میزنید شما پیشگیری میکنید که دیگران مبتلا نشن، گفت خب من برای چی بزنم، بذار مبتلا بشن، و شدن. دیدید اون آقای نمیدونم میلر چی اسمش، استیو میلر، که زنش هم قبلا شده بود، و یکایک هم نگاه کنید ببینید کیا گرفتن. این خانم کانوی، فامیلش کانوی، کان آرتیست یعنی آدم های شیاد، این کانوی یعنی راه شیادی، حالا شاید یه معنی دیگه داشته باشه. این کانوی رفته خونه با دخترش کلادیا کانوی دعوا شده، دخترش گفته زنی که حالا تو که میری تو وایت هاوس میری اونجا این ویروس میاری، شما هم اونجا برید نگاه کنید. کلادیا کانوی، من براتون اینجا بنویسم، و اون مادرش نمیدونه چه اسم لجنی داره، کلادیا کانوی اند هر مادر. بعض وقتا وقتی اسم یک کسی نمیدونید عزیبری بنویسید. اینه بله، کلادیا کانوی، تیک تاک ویدیو آف کلیانز کووید 19 داینست فلان. با مادرش دعوا شده، اصلا این ویدیو بله میگه this content is blocked contact the site owner to fix it، نمیذاره نشون بدیم، ولی خودتون برید بزنید ببینید راجبش بخونید. و اما مسابقه فوتبال ایران من دنبال نمی کنم، ولی مثل که یه بازیکن محروم کردن، جریمه کردن به خاطری که شکلکی درآورده، ادایی درآورده که میگن نجات پرستان است. شما مثلا اگه اینجوری کنی همه میگن به چاینیزا توهین شده، اگه بگی اورینتال میگن نگید، بگید اوشن ایژن، آسیایی ها. و روزگار سختی شده، باید یکم بیشتر رعایت کنیم تا این مدت بگذره. امیدوارم من جو بایدن بیاد، امیدوارم اون برنامه‌ای که میخواد یونایتد به اصطلاح مردم رو میخواد یونایت به اصطلاح با هم اتحاد، نه دیواید. این دیواید یعنی تجزیه، مثلا دیدی میگه مال فلان دیویژنه، یعنی مال اون قسمت، قسمت کردن، که این شالاتان به درستی این کار رو انجام داد ترامپ. و اما بایدن اگر طرفدارش هستید حتما برید رأی بدید، نگید یه رأی من چه نقشی بازی میکنه. دیدید که تو بعضی جاها 200 تا رأی سرنوشت اون استان رو عوض کرد، و اون استان سرنوشت به اصطلاح فدرال یا دولت مرکزی و انتخابات رو چیز کرد. بله میگه که today that they fold a dangerous plot against the governor of Michigan rather than say thank you she calls me a white supremacist. خیلی جالبه، این همیشه طلبکاره. داشتم
توییتر ترامپ میخوندم، میگه امروز که FBI، تو که با FBI دعوا داری، تو که با CIA دعوا داری، تو که با ارتشی ها دعوا داری، میگی اینا یه مش لوزر رو نمیدونم فلان هستن، ولی هر وقت یه کار خوب اونا میکنن این میاد میخواد اعتبار و کردیتش بگیره. دیدید هر وقت یه پلی تو ایران ساخته میشه، خانواده پهلوی، هر وقت میگیم این کارهای بد، میگه دوربریاش مسئول بودن. عجب مکافات. 40 سال پیش ما از نسل پهلوی در رفتیم، اینجا دوچار پالونی ترامپ شدیم. و اما خب ببینیم که ساعت 2:58 است، ببینیم آقای نیساری امکان داره باشن اینجا. صداش، صدای زنگی که میزنه امیدوار کننده است، ولی ببینم به به ایشون هست، ریشم گذاشتن که شناخته نشن. و صدای منو دارید شما آقای نیساری؟ بله بله زنده. بله ما هم صدای شما رو داریم، خیلی ممنون. بله صدای شما رو دارم. بله ما گفتیم به دوست، بله به دوست، بله صدای شما رو دارم، به دوستان گفتم که فیسبوک ما رو بلاک کردن و امیدوارم آقای نیساری همینجوری اویلیبل باشن تا ما بتونیم با هم صحبت کنیم. ضمناً یکی از دوستان هم از شما ایراد گرفته، پیام ایشون رو پخش کردم، اگر ندیدید بعداً توی بازپخش میتونید از یوتیوب تماشا کنید. این آقای خسرو بهرامی هستند که سالها در سازمان ملل خدمت کردند و ایشون گفته که آقای فرزاد نیساری شما از یک لات قاتل دفاع نکنید، بیاین پول جمع کنید برای زندانیای سیاسی، بیاین پول جمع کنید برای خانواده ها و اینا، ولی این کاری که شما انجام میدید درست نیست. حالا بعد برنامه رو ببینید، اگه خواستید بعداً در برنامه آینده در اون مورد صحبت میکنیم، ولی شما به من بگید که اوضاع و احوال دنیا چه خبره. باز یک شور جدیدی را افتاد در رابطه با درگذشت آقای شجریان. به نظر من این کاری که مردم کردن هیچ حاصلی نداره، فقط تعداد نیروهای شورشی رو از اون ور زیاد میکنن که دفعه دیگه اگه یکی دیگه مرد بیشتر بزنن تو سرش. نظر شما رو میخوام بدونم و هر موضوع دیگه‌ای که شما میخواین صحبت کنید و فکر میکنید که ایران current affair هست یا دنیا. بفرمایید. بسیار عالی. با صدای من که میرسه درسته؟ بله بله. با درود بر شما و میهمانان گرامیتون، با درود بر هم میهنان عزیزم، استادانی که به من درس زندگی آموختند، و با درودی گرم به فرزندان گرسنه ایران که دست روی آنها را از راه دور میبوسم. فرزاد نیساری هستم از ایل قشقایی در خدمت مردم ایران. پیش از اینکه توضیح بدم در رابطه با مسائلی که میخوام صحبت کنم، یک پیام کوتاه. آقای خسرو بهرامی در رابطه با این مسئله که ابراز کردن آنچنان هم اشتباه نمی کنن. مسئله ما مسائل خانوادگی هست، نه اون کسی که به اصطلاح قتل رخ انجام داده. و درست هست بسیارانی هستند که نیازمند کمک هستند و ما بایستی هرچه بیشتر و گسترده تر این کمک ها رو انجام بدیم. پیام ایشون رو که شما خوندید من هنوز ندیدم، ولی با شناختی که از ایشون دارم، ایشون هم مسلماً قلبشون برای مردم ایران میتپه و امیدوارم روزی برسه که ما مجبور به درخواست چنین کمک هایی نشیم و دولتی که در آینده تشکیل میشه خودش اتوماتیک وار از مردم نگهداری کنه. در رابطه با به اصطلاح در گذشت آقای شجریان، بارها این رو من بحث کردم که هنرمند به نظر من بایستی تا اونجایی که میتونه مردمی کار کنه، برای مردم بخونه، هنرش رو برای مردم به اصطلاح نشون بده و سعی کنه که درگیر این سازمان آن سازمان نشه، مشابه حتی سازمان ما نیازی نیست دفاع کنه، و اگر سرودی و آهنگی و یا ترانه‌ای و یا به اصطلاح آهنگی ایجاد میکنه، این رو بایستی در خدمت مردم بگذاره که اکثریت مردم بتونن از اون استفاده کنند. این که در رابطه با درگذشت آقای شجریان حکومت به چه ترتیب برخورد کرده، در حقیقت کنه دریوزگی این رژیم رو نشون میده و اینه که حاضر نیست حتی برای به اصطلاح بزرگ داشتی یک همچین هنرمندی، حاضر نیست به مردم ایران این اجازه رو بده که با آسایش و راحتی بتونن به اصطلاح سوگواری بپردازن. اون مسائل دیگری است.
امروز میخوام در رابطه با مسائلی که قبلا هم صحبت کردم بپردازم و این به اصطلاح پیام نوینی که حاج پسر رضا پالانی ابراز کرده در یکی دو هفته گذشته و اینی که در حقیقت سیر حرکت در درون ایران به چه ترتیب پیش میره و اینی که ما مردم ایران به ویژه کسانی که مبارزه میکنن در درون و یا خارج به هیچ وجه نبایستی تعجب کنن که به مرور زمان حلقه به اصطلاح استفاده از رسانه های مختلف بر اونها تنگ میشه و به جایی خواهد رسید که رسانه ها صرفا در اختیار به اصطلاح کسانی میفته که اجنبی اونها را از قبل در توشی خوابانده و میخواد به خورد مردم ایران بده. این موضوع به کجا مربوط میشه؟ من یواش یواش اجازه میدم توضیح میدم. قبلا هم گفتم که اگر ما بتونیم تمام سازمان های به اصطلاح مبارز رو دور هم جمع کنیم و اینها رو در یک سازمان گرد بیاریم که نیازی به کمچین چیزی هم نیست، اجنبی میاد ترفند میزنه و سازمان جدیدی رو ایجاد میکنه، سعی میکنه با کپی زدن از روی صحبت هایی که ما میکنیم در حقیقت آب انقلاب رو گلالود بکنه. گفتم بارها که به اصطلاح همین سلطنت طلبه ها و کسانی که مدعی مبارزه برای مردم ایران هستند کپی میزنن از گفته های گوناگون و ما بایستی راه چاره ای داشته باشیم، چون از یک سو ما دوست داریم که اینها کپی بزنن از گفته های ما چون گفته های ما خواسته های مردم ایران هست، اما اینها کپی زدن رو صرفا تا یک مرحله به خصوصی پیش میبرن و اونجایی که به ضررشون هست صحبتی نمی کنن. به عنوان نمونه من قبلا گفتم که ما صحبت کردیم از یک حکومت، از تشکیل یک دولت در تبعید. بحث من درستی و نادرستی این سیاست نیست، بحث من این است که وقتی که ما ایجاد دولت در تبعید رو به نفع مبارزه در درون و خارج از ایران اعلام کردیم، اینها پشت سرش اومدن اعلام کردن که بله ما میخوایم دولت در تبعید رو ایجاد کنیم، یا پشت سرش بر اساس محورهایی که ما صحبت کردیم اینها اومدن شورای به اصطلاح مدیریت کوزاز رو من میگم راه انداختن و همین حاج پسر رضا پالانی بارها از اینها دفاع کرده و اینها تجزیه طلبانی هستن که میخوان سرزمین ایران رو شق شق شقه و تکه تکه کنند. حالا آخرین پیامی که ایشون داد به نام پیام نوین در حقیقت باز کپی بود از گفته های ما و بسیار دیگر از مبارزان در رابطه با خواسته های مردم ایران، به ویژه کلماتی که ایشون به کار میبره که اون رو میتونید در گفتارهای به اصطلاح نمایندگان جنبش ایران با آنان ببینید، حاکمیت قانون بر اساس خرد جمعی است، خرد جمعی صاحب نظران در درون ایران. شما این کلمه ها رو وقتی بگذارید کنار و در اکثر گفته های جنبش ایران با آنان شما این رو کامل میبینید و این صحبت امسال و پارسال و دو سال پیش نیست، سال هاست که این گفته ها گفته شده. و دیگر به اصطلاح مبارزین احزاب و سازمان های دیگر هم که دل در گرو آزادی ایران دارن بارها از این مسائل استفاده کردند. منتها مسئله ما همون جور که قبلا هم گفتم بسنده نمی کنه به این که ما بیان با اصطلاح شعار و تمطراق دادن به مسئله حاکمیت قانون همه چیز با بقیه مسائل رو فراموش کنیم. همون جور که من قبلا گفتم حاکمیت قانون در درون در حال حاضر در ایران قانون هست، حاکمیت داره و قانون قانون شریعت هست و انسان کش هست، زن کش هست، نمیدونم خردسال کش هست، خلاصه هر چیزی که بگی کش هست، منهای سازندگی، منهای آموزش، منهای پرورش. بنابراین حاکمیت قانون بر اساس خرد جمعی، بله شورای به اصطلاح نگهبان هم خرد جمعی ایجاد کرده در حوزه علمیه قوم، نه علمیه، حوزه علمیه قوم یا حوزه جزامیه قوم در حقیقت دور هم جمع میشن و خرد جمعیشون رو دور هم میگذارن و با هم تصمیم میگیرن و مردم ایران رو روز به روز بدبختر میکنن. بنابراین چه قانونی به اصطلاح درست هست و صاحبان جمعی چه خردی رو نوع خردی رو بایستی دور هم گیر بیاریم و دور هم جمع بکنیم، اینا مسائلی است که بسیار مهم است و بسیاری از به اصطلاح اون کسانی که آب به آسیا به اجنبی و بیگانه میریزند و حقوق بگیر بیگانه هستند در حقیقت، اینها میان با مانند آفتابگردان، اون حیوانی که هر جایی که رسید خودش رو به رنگ به اصطلاح محیط در میاره
وقتی که دید مردم چنین زمزمه های درستی در درون دهانشون افتاده که بعد بایستی قانون درست باشه، بایستی نمیدونم خرد جمعی باشه، بایستی شورایی باشه و غیره، از این مسائل سوء استفاده میکنند، اما از مرز معینی بر نمیکنند. بنابراین ما در رابطه با اینه که چه باید کرد اومدیم گفتیم که آقا درست همون جور که شما برای شناخت از سنگ زرد و مثلا طلا بایستی یک سنگ محکی استفاده کنید که این رو بسنجید، و یا برای شناخت از باز و اسید بایستی از کاغذ مثلا تورنسول استفاده کنید و ببینید که رنگش در حد کدوم که میزنید چه رنگی میشه، در رابطه با سیاست هم بایستی ببینید که خواسته های مردمی عاجل چی هست. به عنوان نمونه یکی از نکاتی که ما ابراز کردیم در منشور یک پارچگی ایران که اینها در حقیقت بنمایه قانون اساسی آینده به اصطلاح باید باشه این هست که آقا قانون از کجا آورده ای رو هر حکومتی که سر کار بیاد باید جلو بیاره، و کسانی رو که از سیستم های گذشته در رژیم های گذشته مال و منال مردم ایران رو به غارت بردن اینها رو به اصطلاح تعقیب کنه و اون دارایی ها رو تا اونجایی که میتونه برگردونه به ایران. یک همچین مسائل رو آقای هاشپسر رضا پالانی، آقای خامنه ای و کسانی که دستشون در دزدی مردم ایران به اصطلاح دراز هست و تا اونجایی که تونستن بردن و خوردن هرگز قبول نمی کنند. بنابراین ما برای اینی که در این آب گلالودی که اینها ایجاد می کنند، در این شبیه سازی هایی که اینها ایجاد می کنند، بتونیم اون مایه به اصطلاح مبارزه رو نگه داریم و مردم رو به صورت بسیار روشنتری به جلو بکشیم، این بنمایه ها و این به اصطلاح پایه های مهم رو بایستی تا میتونیم گسترش بدیم، مثل برابری زن و مرد، مثل حقوق داشتن از زمان به اصطلاح به دنیا آمدن تا زمان مرد، مثل آموزش و پرورش رایگان در همه نقاط ایران، مثل نگذاشتن تفاوت بین فرزند بلوچ و بین فرزند کرد و فرزند کسانی که در شهرهای بزرگ زندگی میکنند، مثل دسترسی به آموزش و پرورش، دسترسی به بهداشت خانوادگی برای همه، اینها رو ما بایستی ریشه‌ای کنیم که مردم وقتی کسی میاد جلوشون و صحبت میکنه و قولهای قلم به سلم میده اما به نکات مهم به اصطلاح نمیرسه، اینها رو ریشه‌ای کنیم و درخواست خواسته های مردم ایران بگنجانیم به طوری که هر کسی نتونه بیاد کلاه بر سر اینها بگذاره. حالا چرا این مسائل مهم هست؟ چرا من میگم که رسانه ها اگر از دست مردم بیرون افتاد در حقیقت زنگ خطر هست برای مردم ایران؟ ببینید اگر ما از 200 سال گذشته رشد به اصطلاح سیاسی ایران رو نگاه کنیم و پیروزی های مردم ایران رو نگاه کنیم، نموداری رو که میکشیم یک خطی هست که روز به روز به اصطلاح این برداشت ها پایین تر و پایین تر و پایین تر میاد. نگاه کنید از زمان قاجار که چطوری به اصطلاح در ندانی و ندانمکاری و خرابکاری سعی میکردن حتی مردم خود ما جغرافیای ایران رو نشناسن، و در این مورد هم ما گفته های بسیار این داریم در رابطه با امیر کبیر که داشته توی مثلا کاخ درس میداده به بچه ها، شاه وارد میشه و میگه چرا نقشه جغرافیا رو روی دیوار گذاشتی؟ اینها میفهمن مرز بوم ایران کجاست، ما فردا نمیتونیم با کسی به اصطلاح بده و بستون بکنیم، هرچی رو که خواستیم بدیم که سر خودمون رو نگه داریم. حالا از اون روز که نگاه بکنید میرسیم به انقلاب مشروطه و به اصطلاح از خودگذشتگی که مردم کردن تا به جایی برسن، میرسیم به سرکوبی که رضا قلدر بزدل این به اصطلاح اجنبی پرست نماینده به اصطلاح بیگانه انجام داد. از اون که بگذاریم به پسرش میرسیم، میبینیم که با ایجاد سواک و سازمانهای به اصطلاح سرکوبگر بیشتر کشته‌های بیشتری دادیم. اون که رفته نگاه میکنیم میبینیم که خمینی توسط به اصطلاح اجنبی ها باز سر کار آورده شد، در ترشی خوابانده شده بود، نگهداریش کرده بودن و سر موقعی که مردم داشتن به نقطه جوش خودشون میرسیدن یک دفعه تصویرش در کره ماه که پیدا شد هیچ، هر رسانه مردمی دیگری که خفه شده بود هیچ، اما رسانه ها تنه بوق و کرنای اینها شده بودن. حالا بعد از اینها اگر ما این مسیر رو که داشتیم طی می‌کردیم نمودارش رو ادامه بدیم، صحبت در این هست که اجنبی در حال حاضر چه چیزی دیگری رو در ترشی خوابانده که اون به اصطلاح کشتارهایی رو که قبلا کرده حالا بیشتر بکنه.
در کنار اینها اگر ما نگاه کنیم رشد سیاسی مردم ایران رو میبینیم. هرچی که زمان گذشته رشد سیاسی مردم ایران بیشتر رفته بالاتر. در زمان شاه اینها فهمیدیم که آقا شاه در حقیقت یک سیرک مأمور سیرک بیشتر نیست با اون لباسهای گلمنگولی که میپوشید، به اصطلاح من و به اصطلاح همونجور که شما قبلا گفتیم فخریها بابا نوئل، و پشت سرش خمینی اومده و الان چشم و گوش مردم در رابطه با این اسلام هم کاملا تا اونجایی که تونسته روشن شده و مردم این چشم و گوش هرچی که چشم و گوش مردم بازتر میشه، اجنبی مترصد بیشتر میشه که بتونه با سیستمی سرکوب بیشتری رو ادامه بده. منتها این سرکوب نیاز به این داره که به اصطلاح یک علت و عللی رو بیان بکنه. مثلا آقای حاج پسر رضا پالانی میاد میگه آقا شما پدر من رو کشتید و چون کشتید و آن بلا رو سر ما آوردید، در حقیقت انقلاب هزار شکست انقلاب 1357 رو میخوان بندازن به گردن مردم ایران، پس بنابراین هر کسی که در اون انقلابات شرکت کرده نه حق بیان داره و اضافه بر اون بایستی کشته هم بده. بنابراین یا سازمان مجاهدین میاد میگه آقا جون ما کشت زیاد دادیم، چون شما در مقابل این رژیم برای دفاع از ما نایستادید، بنابراین حالا ما کشته بیشتر از شماها میگیریم. اجنبی به هر صورتی که بتونه سعی میکنه رژیمی رو سر کار بیاره که در ادامه همون سرکوب‌های سنگین‌تر بتونه سرکوب سنگین‌تری رو ادامه بده و این به اصطلاح رشد فکری مردم ایران رو تا اونجایی که میتونه عقب نگه داره و تا اونجایی که میتونه از پیروزی انقلاب جلوگیری کنه. بنابراین از مسائل بسیار مهم این هست، ما بایستی خواسته های مردمی رو گسترش بیشتر بدیم، بایستی چشم و گوش خودمون رو باز کنیم. مثال میزنم در رابطه با واژه های همچون سکولاریسم و لائیک یا به اصطلاح جدایی دین از دولت و یا دفاع از نگاهداری از حوزه های علمیه قوم و مشابه، ما بایستی چشم و گوش خودمون رو باز کنیم. کسانی که برای آخوند احترام قائل هستند، کسانی که برای دینی که ملت ایران رو سرکوب کرده احترام قائل هستند، بحث من بحث این نیست که آقا به کسی اجازه ندیم مسلمان باشه یا جلوی نماز خوندن مردم رو بگیریم. بحث من این هست که اون به اصطلاح کسانی که سعی میکنن با نگاهداری و احترام به مذهب و قوانینی که انسان کش هست، مذهب و قوانینی که فرزندان ایران رو گرسنه در سر تا سر ایران نگاه داشته، نگاه بکنین مردم رو قبر خواب کرده و علی رغم اون همه نمیدونم که عدل و عدالت این و اون صحبت میکرد، الان ما عدل و عدالت رو هم در کتاب قرآنش میبینیم و در هم گفته های به اصطلاح خودساخته احادیثی که اینها ایجاد کردند. بنابراین بایستی چشم گوش ما باز باشه، بایستی کاغذ تورنسول دست ما باشه، بایستی سنگ محک دست ما باشه، عوام فریبی رو بایستی بسیار چشم گوشمون باز باشه، بایستی ببینیم هر کسی که صحبت میکنه در رابطه با آینده ما و فرزندان ما، ماها رو با اصطلاح چند جمله و چند شعار فریب نده و کنه مطلب رو بایستی ببینیم. هر کسی بایستی روشن کنه که برای مردم ایران چه خواستهایی رو در نظر داره. و اینی که در میان و میگن که آقا جون نمیدونم مجلس مؤسسان رو بعدن تشکیل میدیم، نمیدونم قانون اساسی رو بعدن مینویسیم، بله هر کاری که میخوایم بکنیم میکنیم، ما مردم ایران نیازی به این گفته های شما نیست. شما بیایید اینجا روشن بکنید که در رابطه با قانون اساسی آینده چه ریشه ها و چه کنه مطالبی رو بایستی در نظر بگیریم. آیا نمیدونم یک کسی که مذهب نداره یا یک کسی که مذهبش متفاوت مذهب شما هست همون آزادی ها رو داره، همون خواسته ها، همون به اصطلاح امکاناتی رو داره که دیگران دارن؟ آیا زن و مرد کاملا با هم برابر هستند یا میخوان شما رو اینها رو رها کنید؟ آقای حاج پسر رضا پالانی به مسائل شرعی و اینکه آخوندها تصمیم بگیرند، اینها مسائل بسیار مهمی هست. آیا نمیدونم اون کسایی که دزدی کردن میخواید آزاد بگذارید؟ اینها مسائل بسیار مهمی هست، اینها رو بایستی بیاریم جلو. و من به شما قول میدم با جلو آوردن این مسائل در حقیقت ما جلوی اون یاوگوهایی که صرفا میخوان با ابراز چند شعار مردم رو فریب بدن میگیریم و خواهیم گرفت. بنابراین اینها مسائلی هست که بسیار مهم هست. ما الان داریم به جایی میرسیم که مردم دارن به طرز سریع‌تری وارد میدان مبارزه میشن و همون گونه که اینها وارد میدان مبارزه میشن، اون کسانی که قبلا به اصطلاح در غلاف‌های
پنهان شده خوابیدند یک به یک دارن بیرون میان. مثال میزنم، کسانی بودن که تا دیروز نمیدونم با سیستم پهلوی در میافتادن و خودشون رو به عنوان یک مبارز بر علیه ساواک و سازمانهای دیگر اعلام میکردن، امروزه یواش یواش آمدند و جهره گرفتن در رابطه با اینی که نه آقا، سیستم گذشته بهتر از سیستم الان بود و ما بین بد و بدتر بایستی بد رو به انتخاب بکنیم. اینها مسائلی است بسیار مهم در رابطه با ایران. من فعلا نمیخوام اسم ببرم، ولی با اینها برخورد میکنیم و اینها را افشا میکنیم و باید کاری بکنیم که مردم ایران این 40 سالی رو که به اصطلاح سختی کشیدیم از دوباره در نیام بدیم در دامن یک اجنبی دیگری و این رو از دست بدیم. مسائلی بود که صحبت شده بویژه در چند هفته گذشته. نگاه میکنید ما از تیر اعلام کردیم به اعتصابات سرتاسر تصویر شما فریز شد متاسفانه. نوشته connection lost, there was a problem. آه، حالا وصل شدید دوباره. بفهم. این از دوباره یک ادو اومدن اعلام کردن که که اعتصابات سرتاسری رو ما مثلا بایستی از ماه فلان شروع بکنیم. خب عالی جنابان، اگر یک گروه و یک سازمان و یک عده و چند به اصطلاح کارگران شرکت های گوناگون در داخل ایران شروع کردن به اعتصابات سرتاسری، مسئله شخصی نیست، مسئله جنبش ایران بانان نیست، مسئله این هست که کارگران چند کارخانه بسیار مهم که الان نزدیک 1 سال هست حقوق نگرفتن، چطوری زن و بچه های اینا زندگی میکنن؟ شما با چه بیشرمی میای بلند میشی و میگی که آقا اعتصابات سرتاسری رو بایستی از الان شروع کنیم؟ اینها خود این کارگرها اعتصابات سرتاسری رو از تیر شروع کردن، حالا میخوای شما از الان شروع کنید؟ این است که اینهاش با شریک سازی سعی میکنن که آقای نیساری ببخشید من حرف شما رو قطع میکنم. خب خود شما ببینید، شما وقتی صحبت میکنید من یکم گیج میشم، چون بعضی وقتا میگید ما و از طرف سازمانی صحبت میکنید که ما به خوبی هنوز نمیدونیم این سازمان چند نفرن، کیان، برنامهشون چیه، سخنگوشون کیه و اجرا کننده کی هست. بعضی وقتا نظر شخصی خودتونه. من هفته گذشته اتفاقا توی برنامه گفتم که شما یک پستی رو گذاشته بودید که نوشته بود که رانندهای کامیون اگر اعتصاب نکنن ماشینشون با آتش کشیده میشه. خب من پدرم سالها کامیوندار بوده، راننده بوده، در سرما گرما کار کرده و اصلا برای من قابل قبول نیست که من وعده یه بهشت برین، یه دموکراسی، یه فریدم آف سپیچ بدم، بعد به یه نفر از همین الان که من هیچ قدرتی ندارم بگم اگه شما به فرمان من که مطمئنم نیستی درسته یا غلط عمل نکنی من به آتش میکشم ماشین شما رو. خب وقتی هم یه ماشین رو به آتش میکشن اون طرف هم داخلشه، اصلا بسوزه بهتره، چون اگه تازه نجات پیدا کنه زندگیشو از دست داده. و امروز شما میگید اعتصابا رو از الان شروع کنن، مردم چی کار کنن؟ یعنی این دوتا دقیقا ضد نقیزه. از طرفش میبینیم شما مثلا میای برای یه خانواده میخوای 150 هزار دلار جمع کنی، ولی همون کارگران هفت تپه که شما میدونید چه ظلمی بهشون شده و اینا با چه پدر سوخته بازی این زمین خوب، این شرکت خوب رو فروختن و الان هم توش موندن، به جایی رسیده که گفتن ما اصلا این مدیریت رو ساقط میکنیم و واگذار نمیکنیم و اینها. میدونید، ببخشید من اینو میگم، امیدوارم همونجوری که میدونید و من باور دارم هرچی تو دلمه سر زبونم هست شما هم همینو لاجرم از دل برمیاد به دل بشین و جواب بدی، با دوستان تو صحبت کنید. ببینید، شما هر وقت اسم شرکتی میاد، سازمانی میاد، میگید که ما این کار کردیم، اونا اومدن کپی زدن. خب آقا کپی زدن، شما برید دنبال کار خودتون 100 تا پیدا کنید، اونا برن 1000 تا پیدا کنن. ولی دلیل شما اینه که ما چون این سازمان رو درست کردیم، اونا درست کردن و احیانا دسیسه تبهکاری هم بود، خراب شد. من پلنی نمیبینم، برنامه‌ای نمیبینم. من بارها بهتون گفتم، چون من سرباز بودم، جزو کمیته مشترک نیروی شهربانی و تیپ 55 هوابرد بودم، میدیدم یک کاغذ شبنامه‌ای که از عراق یا هر جایی
درست شده بود، نوشته بود، شامل برنامه بود. امروز بریم مسجد رضا، فردا بریم مسجد حبیب، امشب این کارو کنیم. برنامه من نمیبینم، فقط میبینم خیلی قشنگ فلایر درست میکنید رنگی، همه بیان بیرون، همه خب چیکار کنن؟ همین شجریان شما وقتا میگفتن پهلوان زنده رو عشق است، ببخشید، حالا آقای شجریان نشون داد که از 100 تا پهلوان زنده بیشتر آدم آورد بیرون. آقا این مردم دیشب اومدن بیرون، پریشب هر کی که ایشون فوت شده، یکی نبود به اینا بگه وایسید بشینید تو خیابون، هیچ کاری نکنید، فقط ماشیناتو خاموش کنید بشینید تو خیابون. همه اومدن هی گفتن اینجور اونجور، اونام گرفتن و بردن. دوباره حالا از فردا یکی یکی میاد به کی تجاوز کردن، نمیخونه. یه جایی این پلان خرابه و من متاسفانه نمیدونم. شما خودتون با دوستانتون احتمالا مشورت میکنید دیگه، نه این به صورت شورایی است، چون اگه نباشه که میشه دیکتاتوری، ما دیکتاتور داشتیم. اگه شورایی، خودتون از خودتون ایراد میگیرید گاهی، بگید که این چیزی که نوشتیم کانفیوژن ایجاد میکنه، یعنی مردم گیج میشن چه کار کنن کجا برن. یه مقداری لطف کنید بیشتر در مورد خودتون، وقتی میگید ما، منظورتون از ما کیه، سازمانتون کیه. من امروز امکان نشون دادن فیسبوک ندارم چون بلاک شدم، شما اسمشو بگید، حتی اگه میتونید نشون بدید تا دوستان برن اونجا مراجعه کنن، با شما در تماس باشن. بسیار. ببینید وقتی که میگم اجنبی بلبشو ایجاد میکنه، دقیقا بر سر همین هست. سازمان هایی هستند که اومدن اعلام کردن که آقا روز هفتم هر ماه بایستی بیاید فلان جا، یکیش میگه روز دوازدهم هر ماه بایستی بیاید فلان جا، یکیش میگه روز نمیدونم هجدهم هر ماه بایستی بیاید فلان جا. ما به غیر از تقریبا میتونم بگم یک یا دو بار در سال هرگز از کسی نخواستیم که در زمان معین و در مکان معینی دست به عمل معینی بزنه، چون این رژیم رو رژیم سرکوب میشناسیم و از کسانی که مبارزه میکنند خواستیم که بزنند و شناخته نشند. این پیام ماست، پیام جنبش ایران بانان هست. ما با این رژیم شوخی نداریم و این رژیمی رو که اسلحه در دستش هست همینجوری با دست خالی نمیشه باهاش جنگید، و هر کسی هم که پهلوان پنبه ای هست و میخواد بره در وسط خیابان نمیدونم هرچی که حالا اسمش رو بگذاریم جلو اینها سینه سپر کنه، بجز حماقت کار دیگری نمیکنه مگر اینکه پارتیزانی بزنه و دره. این سیستمی هست که ما تبلیغ میکنیم و بنابراین از کسی نخواستیم که در فلان زمان بره بیرون و فلان کار رو بکنه، اون رو رها کردیم به سیستمی که در درون ایران داریم. در رابطه با شرکت به اصطلاح کارخانه‌هایی که شما صحبت کردین، اتفاقا ما کمک میکنیم، کمک هم کردیم در درون و نمیخواییم باز شناخته بشین. منتها پیامی که ما به تمام کارگرها دادیم این است که شما بایستی در درون هر کارخانه ای صندوق کمک به خانواده دیگر رو داشته باشید، یک چیزی باز کنید که مردم بتونن از بیرون هم پول بریزن به حساب شما. شما سر هر کوچه و برزنی که میبینید، میبینید صندوق گدایی این آخوندها نمیدونم سر یک چوبه یا سر یک وسترا میله فلزی زده شده، گذاشته شده، و خب نگاه کنید و ببینید از چپ و راست از مردم دارن پول میکشن بیرون و کار، و شما و خانواده‌هاتون هم نیاز به کمک دارید، یک صندوق ایجاد کنید که مردم در کل ایران بتونن به شما کمک بکنن. بنابراین از اون لحاظا هم حرکت کردیم و مسئله ما صرفا مسئله کمک به قاتل نیست، هرگز هم نبوده. من با دفعه قبلا توضیح دادم مسئله کمک به خانواده هاست و مسئله این هست که ما نشان بدیم به 8 میلیون ایرانی که خارج از کشور است که آقا حرف تو و عمل تو بایستی یکی باشه. اگر اعلام میکنی که نمیدونم مملکتت به باد رفته و به قول شما مجبور شدن که نمیدونم مهاجرت کنن و تبعید شدن و غیره، اینها بایستی بیان دستشون رو بکنن توی جیبشون یک چیزی در بیارن و به هموطنشون که در داخل ایران هست گیر کرده کمک بکنن. بنابراین در رابطه با اون مسائل ما به اندازه کافی مشغول هستیم و در توانمون هم کار رو انجام میدیم. اینی که دیگران میان و صحبت ما رو تکرار میکنن اتفاقا بسیار عالی هست. در بسیاری از مواقع ما هم صحبت نیاکان خودمون رو تکرار میکنیم. ما که ما به اصطلاح مخترع که نیستیم، که ما هم دیدیم مردم چجوری زندگی میکنن در جاهای دیگر و آزادانه، ما هم از اون به اصطلاح چیز میکنیم، پیروی میکنیم.
بنابراین خواسته اینی که خواسته های بسیاری کنار هم ردیف میشه باز بحث من نیست. بحث من این هست که این خواسته ها رو میان فقط تا سطح معینی اعلام میکنند و ولی اونجایی که به ریشه اونها میزنه خاموش میشن. به محضی که ما گفتیم آقا الف خوبه ب بده، اونها میان میگن الف خوبه ب بده، ولی ما بعدش که گفتیم آقا جیم رو بایستی به این ترتیب عمل بکنید، اون جیم رو سعی میکنن پنهانکاری کنن. من بحث من با هموطنام این هست که صرفاً به چند شعاری که مشابه هست بسنده نکنید، بایستی خواسته هاتون رو بیشتر ادامه بدید، خواسته ها بایستی ریشه‌ای تر باشه، بایستی عمیق تر باشه و همون جور که قبلا هم گفتم یک دفعه پول و کرنای به اصطلاح اجنبی به حرکت در میاد. مثال برای شما میذارم، الان شما حساب کنید آقا در خارج یک مثلا کسی که در به اصطلاح سطح نمایندگی بخواد در داخل ایران، مثال بزنم یک و به اصطلاح وکیل مجلس در داخل ایران یک حقوق میگیره، همون وکیل مجلس در خارج از ایران یک چیزی نزدیک ماهانه 10,000 دلار میگیره. حالا 10,000 دلار رو شما تبدیل کنید به اون پولی که مثلا در ایران گیر اینها میاد، دولت مثلا غرب میتونه با 1,000 دلار هر کدوم از این نماینده ها رو ماهانه بخره و بسیار از اینها رو هم خریده. شک نکنید که بسیار از این نماینده ها خود فروخته به غرب هستن، کما اینکه از زمان رضا شاه خود فروخته به غرب بودن. در زمان به اصطلاح محمد رضا، حاج محمد رضا پالانی دیگه شورش رو به اونجا در آوردن که مصدق اومد بیرون و گفت آقا جون این مجلس به درد نمیخوره و من مجلس رو در میان مردم میگیرم، که در همون میدانی که قرار بود جمع شد. حالا کاری نداریم، اینها به مرور زمان ادامه پیدا کرده و نیروی مالی اجنبی بسیار بزرگتر و بیشتر از نیروی مالی درون ایران است. خودفروش هم تا دلتون بخواد هست، گدا و فقیر فکری و معنوی هم تا دلتون بخواد هست. منتها بحث ما این هست که مردم نبایستی فریب به اصطلاح فقط صحبت ها و گفته ها رو بخورن. در رابطه با راننده هایی که شما صحبت کردید، مسئله بسیار مهمی هست. ببینید، اعتصاب سراسری شروع شده، کارگران یک کارخانه دست به اعتصاب زدن، همسر و فرزندان اینها 12 ماه هست حقوق گیرشون نیامده، یکی دوتا نیستند. آیا اونها گرسنه نیستند و نیازمند دفاع نیستند و صرفا یک راننده‌ای که در حقیقت داره مال و منال به اصطلاح احتکار شده نمیدونم آخوند فلانی رو از نقطه الف به نقطه ب میبره که اونها از لحاظ درآمد عقب نیفتند، ایشون نیازمند پول هست ولی مابقی مردم نیازمند نیستن؟ بنابراین این اعتصاب سرتاسری رو شیوه داره، محور داره، همون جوری که به اصطلاح راه اندازیش مهم هست. ببخشید آقای نیساری، یعنی شما باور داری کامیونایی که از بوشهر، از بندرعباس، از زرد گرفته تا روغن گرفته، اینا همش دارن برای آخوندا به اصطلاح پول و این چیزا جابجا میکنن و شما باز الان دارید حتی تأکید میکنید که اعتصابات شما به صورت فراخوان نیست، به صورت اجبار هست؟ درست شنید؟ درست متوجه شدم؟ نه، ببینید کدوم یکی اتفاق افتاده که سر دیگری. اعتصابی که ما اعلام کردیم سرتاسری به خاطر دفاع از کارخانه هایی هست که پول اینها رو، پول کارگرها رو به اصطلاح آخوندها و بچه زاده ها و به اصطلاح همون زالوزاده ها. خب قبول دارم. ببینید آقای نیساری، تو رو خدا بیان یک کمی بحث ها رو کوتاه‌تر کنیم تا بشه گفت و شنود. آقا من قبول دارم، خود شما میگید 12 ماه اینها اعتصاب کردن. من امروز راننده کامیونم، رفتم بوشهر، 3 روز خوابیدم، گشنگی، توالت نیست، حمام نیست، حالا یه بار زدم، اون وقتا 1,000 تومن بود از بوشهر تا تهران، حالا مثلا 10 میلیونه، من که نمیدونم. من دارم میرم، شما به من میگی یا اعتصاب کن یا ماشین تو آتیش میزنی. من به عنوان اجازه بدید آقا اصلا دارم میبرم برای خونه آخوند، دارم میبرم این خوراکو برای خونه آخوند. شما یا تو حمل و نقل ایران وارد نیستید، اصلا اون کسی که بار میزنه، بارنامه رو صادر میکنن میره، نمیدونه این بار مال کیه.
مثلا شما اسید بار میزنی میری، شما میری پتروشیمی کود شیمیایی بار میزنی میری، شما میری پالایشگاه شیراز خودمون بار میزنی نفت سیاه میبری برای کوره حاج محمد در زاهدان. اینجوری مینویسن، نمینویسن این کجا میره. حالا حاج محمد میخواد اینو بده به تروریستا بیان آخونده رو بکشن یا میخواد بده به پاکستان. مینویسه آقای جلیل سوربی شما با این نفتکش 14000 لیتر ماشین یا 20000 لیتر نفت سیاه ببر کوره حاج محمد زاهدان. حالا بابای منم زنده شده تو این کامیون داره میره. یه نفر جوونی که ممکنه اون نوشته شما رو دیده باشه از زرغون و پالایشگاه میفته با موتورسیکلت دنبالش، میگه بزن کنار. بابای من میزنه کنار از همه جا بیخبر، میگه چی شده؟ میگه آقای نیساری و دوستانش گفتن کامیوندارا باید اعتصاب کنن، اگه نکنن با آتش میکشید و الا 12 ماه. خودتون میگی آقا شما برای اون 12 ماهی که اعتصاب کردن چه کار کردید که برای این امروزی بتونید انجام بدید؟ ببینید آقای سوربی، من این سوال رو گسترش میدم. 41 سال هست که اینها حکومت. نه آقای نیساری، من از شما التماس خواهش، ملتمسانه خواهش میکنم اتفاقا گسترشش ندین. بیاین خیلی کوتاه سر سوال همین بابای من امروز از 92 مرده ولی حالا زنده شده، رفته ولوایش هم برداشته، رفته پالایشگاه بار زده، نفت بهش زدن، بیبرو زاهدان. یه پسری با موتورسیکلت از مردش ویدیوی شما رو دیده، یه کامیون داره آتش میگیره، نوشته کامیونداری که اعتصاب نکنه آتشش بزنید. این میاد میپیچه جلو بابای من، بابای منم یه آدم کوچولو لاغر، میاد پایین میگه چی شده بابا جون؟ میگه ما میخوایم ماشین تو آتش بزنیم. آخه بابا جون من نمیدونم، شما یه چی که مینویسین یه نفر نیست بهتون بگه اینو اگه یه کسی دید اون باید چه کار کنه. بعد خودتون اینجا خیلی هم قشنگ افتخار میکنید که 12 ماه طرف اعتصاب کرده. آقا الان 12 ماه اعتصاب کرده، اون موقع میگم ماشینم بنزین نداره، الان مینویسه بچه هام نون ندارن. من و شما، و بیننده ما برای اون دوست بله بفرمایید. نه شما متوجه صحبت من نشید. 12 ماه هست به اینها حقوق ندادن. خب و میگن بیاید سر کار، بیاید سر کار بدون حقوق کار کنید. بله. فرزندان اینها که گرسنه هستند هیچ فرقی با فرزندان پدر شما نمی کنند. باور کنید آقای نیساری، من اولین چیزی که تو آمریکا یاد گرفتم اینه که اگه رفتم یه جایی کار کردم هفته اول بهم حقوق ندادن، فرداش نرم سر کار. بله هر کسی کار میکنه بهش میگن 2 هفته‌ای، 1 ماهه، تو ایران 1 ماهه بود. سر یه ماه اگر حقوقش ندادن وقتی میره کارخونه کار نمیکنه، وای میسه میگه حقوق من چی شد. اگر ببینید شما وقتی میگید 12 ماه حقوق ندادن زد و نقیض میشه حرفتون، یعنی اجازه بدید من صحبت کنم. آقای نیساری عزیز من اجازه بدید، شما الان گفتید 12 ماه رفته سر کار حقوق نگرفته، چجوری این حقیقت بسیار زننده رژیم درون ایران. قبول دارم، قبول دارم شما دارید یه حقیقتی رو میگید، من برام سوال ایجاد شده چجوری یه کارگری 12 ماه کار کرده حقوق نگرفته تا امروز زندگیش گذشته؟ توضیح میدم براتون آقای سوربی. بفرمایید. ببینید آقای سوربی، در درون شیراز یا اصفهان یا شهرهای بزرگ تا دلتون بخواد امکانات وسیع‌تر هست. شما میرید وارد یک شهری میشید که 2 تا کارخونه بیشتر درش نیست. آقا دارم هفت تپه رو مثال میزنم. بنده شوش و شوشتر رو خب بیا نگاه کنید، شما چرا هی بستش میدید میبرینش ویگش میکنید؟ آقا من دارم مثال میزنم، کارگر هفت تپه پدرش کار کرده، خودش کار کرده، یه شرکت اونجا بیشتر نیست، چغندر میارن میشه قند و شکر و فلان اینا. 12 ماه دوستان توجه کنید، 12 ماه کارگر رفته سر کار حقوق ندادن بهش و این کارگر بنده خدا عاشق چشم ابروی رئیس کارخونه دوباره رفته سر کار و سوال اینه که 12 ماه این از کجا حقوق، از کجا زندگی کرده؟ این که خیلی ساده است.
شما من جواب بدید. ما بایستی بگیم که بشین خونه. خب بهشون باید بگیم بشین خونه. نه شما جواب منو نداری. من جواب شما رو دادم. مردم ایران موظف هستند از اون راننده کامیوندار موظف هستند. ببینید جواب ندادید. از هفت تپه دوباره پرید رفتید جواب کن. ببینید هفت تپه رو میگم. من هفت تپه رو میگم. و اون کسی که اونجا در محیط کار ایستاده مسلم بدونید عقلش میرسه که آیا بره کار دیگر پیدا بکنه. مسئله به همین سادگی نیست. آی سوربی اینها 20 سال اونجا کار کردن و تو این 20 سالی که اونجا کار کردن حقوق بازنشستگی جمع کردن سالانه. اگر اینها خودشون سر کار نرن و بگن آقا نمیایم، اتفاقا این همون چیزی هست که رژیم میخواد. پس نتیجه این که اعتصابات به نفع رژیمه. و اونا میتونن از همین اعتصابات استفاده کنن، کارخونه ها رو بخورن و ببرن و به قیمت های ارزون، و باز نتیجه میگیریم که کارگران هفت تپه وضعشون انقدر خوب بوده که 12 ماه حقوق نگرفتن و رفتن کار کردن. نه این واقعا ظلمه. این ظلم هست آیه سوربی. شما از یک طرف مثال میزنید میگید پدرتون میخواد نون روزانش رو بخوره. خب جواب ندادید شما. ببینید آقای نیساری، ببخشید آقای نیساری من امروز یک کم عصبانی هستم از دست فیسبوک، ولی دوست عزیز کاکوی گلم نگاه کنید، شما تکلیف بابای من معلوم نکردی، من رفتم سراغ هفت تپه، حالا برمیگردی آقا بابای من مرد. یک ماه دندون روی جگر بذاره. نه عزیز من شما ببین شما قاطی نه. آقای نیساری تو رو خدا ما دوتامون موهامون سفیده. شما نمیتونی بابای من بگی بله 3 تا بچه داره گردنشون خورد بزن حقوقش بدن. من مثالی که زدم میگم بابام کف بیابون داره میاد موتورسیکلت پیچیده جلوش، بابای من 60 کیلو هم وزنش نبود، اومده پایین یه پسر جوون 25 ساله بچه مردشت و زرغون خوشگل خوشهیکل اومده میگه ای بابا چرا داری کار میکنی؟ بابا میگه خب دارم میرم زاهدان. میگه نه آقای نیساری همشهری منه، هم قبیله منه، به هم گفته باید ماشین تا آتیش بزنم. شما به من بگو بابای من باید چی بگه به این جوون؟ اولا ببینید آی سوربی شما در داخل ایران نیستید و وقتی که جلوی این کامیون رو میگیرن شما دوستان ببخشید دوستان فقط اینو تکرار کنید و ببینید که من یک سوال به این سادگی میکنم، آقای نیساری فوری میگه تو ایران نیستی حرف نزن. دیگران میگن اعتصاب اجازه بده، دیگران میگن اعتصاب، ایشون میگه اعتصابای اونا قبول نیست، ولی خود ایشون میگه باید اعتصاب کنن، خود ایشون میگه اگه اعتصاب نکردن باید آتششون بزنن. من اگه امروز عصبانی ام برای که یک هفته قبل به ایشون گفتم آقا این چیزی که شما نوشتید این اصلا خلاف قانون هر جاییه، والا جنگلم اینجوری نیست که آقا تو یا مغازتو ببند. ببخشید یه جوکی میگفتن میگه عکس بنی صدر اونجا بود، عکس خمینی هم اونجا بود، طرفم ارمنی بود، یکی از این دوستان اومد بهش گفت که عکس این جاکشو بیار پایین، گفت کدومشو؟ میدونید همونی که تا دیروز رئیس جمهور محبوب بود فردا شد جاکش. و بابا ببینید خودت همون تا این رسید دست من، میدونید چرا من عصبانی شدم؟ برای که بابای من راننده کامیون بود، برای که تو سرما و گرما میرفت بوشهر، امکانات نبود، میومد نمیدونم پل خیرآباد فلان، بابای من با کامیون افتاد پایین تو برف و یخمندون. مردم ایران دوره شاه، مردم هخامنشی اومدن نفتاشو دزدیدن قبل از اینکه این و اون رضا شاگردشو بیارن از اتاق ماشین بیرون. آقا ببینید ما کی هستیم؟ شما به من نگو شما ایران نیستی خبر نداری. منی که ایران نیستم خبر ندارم، به خودم اجازه نمیدم به اونا بگم بیاین بیرون اعتصاب کنید. بعد بفرمایید اجازه نمیدید گفته من تموم بشه. من ساکت میشم شما بفرمایید. خواهش می‌کنم. ببینید شما ایران نیستید و نمیدونید که برخورد ما در رابطه با این کامیون‌ها چی هست و اینی که ما هنوز این کامیون از به اصطلاح نگرش نداشتیم آتیشش می‌زنیم. همچین چیزی نیست. مطمئن باشید که ما بررسی میکنیم که این جنسش چی هست، برای کی داره میبره، برای چی داره میبره و علکی با کسی درگیر نمیشه. اون فراخوان شما اینو میگفت کمک به این هاست آقای نیساری. اون فراخوان شما اینو میگفت، اون پستی که شما گذاشته بودید اینو میگفت. ضمناً من نگفتم این همینجوری که داره رامی رو آتیش میزنن، میگم طرف با موتورسیکلت پیچیده جلو بابای من، حالا اون وقتی یکی بودن حالا دو نفرن، خودشو پسر آموش
میگه که آقا ما بیا پایین. حالا اومده بابام پایین، خوبه اگه ماشینش هم آتیش بزنن خودش نمیره، خدا پدرتو بیامرزه. میگه ما باید این ماشین تو آتیش بزنیم. بابام میگه من چیکار کردم؟ میگه آقای نیساری گفته. شما به من بگو که این جوونه پیدا میشه یا نمیشه، همچی جوونی پیدا میشه تو ایران یا نمیشه؟ شما به من بگید که راه بهتری برای اینکه رژیم رو بکشید پایین و فلجش کنید. آفرین، خدا پدرتو بیامرزه. من از شما ممنونم. از طرف من یه ماچ به خودت، برو تو آینه رو ماچ کن، یعنی من ماچت کردم. حالا درست شد، حالا بحثمون میشه بحث و گفتگو. من به شما پیشنهاد میکنم شما یک تشکیلات گراس روت، ریشه‌ای، مردمی تشکیل بده. همین امروز تو همین برنامه هر کسی مایل هست برنامه ها، منیفست، برنامه یک سال دیگه، برنامه دو سال دیگه آقای نیساری و دوستانشون رو بدونن، با ایشون تماس بگیرن و ایشون باهاشون چی میکنه. شما تو صحبتاتون میگید که ما به هر کسی هم اطمینان نمیکنیم تو ایران. آقا خب اگه به کسی اطمینان نکنید چجوری اون به شما ارتباط برقرار کنه؟ چجوری بگه ما احتیاج داریم؟ چجوری بگه آقا پول بدید من میخوام 10 تا کارگر رو نون بدم، این 10 تا کارگر نرن سر کار، فردا این کارخونه بچه آقازاده فلانی از کار بیفته؟ خب اگه این قدر بعد شما خیلی قشنگ میگید ما نیروهایی در ایران داریم. آقای رضا پولوی هم میگه ما پاسدارا از ایران بهمون زنگ میزنن. خدا میدونه کی بهش زنگ میزنه، میذارنش سر کار. و پاسدارا کی بودن؟ یکش آقای مدحی بود، اومد این نوریزاده و اینا رو گذاشت سر کار. اون یکی دیگه این ملا کی بود، بچه بگید میخوان اعدامش کنن، روح الله زن بود، اومد ملت رو گذاشت سر کار. آقای نیساری شما باید یک کاری کنید متفاوت با دیگران. یعنی اگر اون چیزایی رو که نه ای سوری اگه اجازه بدید ما توضیح میدیم که کار ما کاملا متفاوت هست با دیگران. شما یک دار پیشنهادات دادید، پاسخ من به شما این هست هیچ کدام از موارد بالا، خب هیچ کدام از موارد بالا برای اینکه این رژیم رو شما دست کم گرفتید، این رژیم شما رژیم رضا قلدر و بزدل رو جمع کنید با رژیم حاج محمد بسر، با حاج محمد رضا پالانی، روی اون رو سفید کرده. در حقیقت بسیار سازماندهی شده از طرف غرب، از طرف اجنبی، بسیار سازماندهی شده از طرف کسانی که به اصطلاح اعلام میکنه بر علیه این هاست. آقای نیساری اجازه بدید، اجازه بدید چون کسایی با تشکیلات آقای نیساری که شما میگید کار نمیتونید. آقای نیساری اجازه بدید چون سر این برنامه با هم اختلاف داریم، بذارید من یه وقت دیگه شما رو بیارم و دو ساعت با شما برنامه داشت، مهمون من دو ساعت با شما باشم تا به یک جایی برسیم. چهار ساعت با شما خواهم بود. ممنونتم. نگاه که عزیز من، از این که من بگم آقا برنامه شما چیه، شما بگید آقا من به شما اطمینان نمی کنم بگم، این به جایی نمیرسه. منیفست شما چیه؟ نداریم. شرکتتون چیه؟ نداریم. شما بسیار محکم سر جاش هست. همین دیدم اون دفعه فرستاده بودید، اینو پخش کنید، بگید اونایی که میخوان با شما باشن بهتون بپیوندن. توی ایران خطرناکه، بله، در خارج بپیوندن، نیرو جمع کنید، پول جمع کنید، توانتون رو زیاد کنید، بعد به اندازه توانتون. میگن این که هر که خواستن توانستن است، اشتباهه. خواستن در حد توان توانستن است. به اندازه توانتون، نیروتون بزنین پدر اینا، اصلا همه آخوندار یه شبه از بین ببرید. چرا یکی یکی؟ ما این چشمون از اون چشمون خوشحالتر، ولی شما میدونید ما هم ساعت 4 برنامه داریم، هم معمولا من و شما 10 دقیقه 15 دقیقه قرار میذاریم، 10 15 دقیقه من از این بعد بپرم، ببخشید واق واق کنم به اینو، ولی بذارید من یه برنامه با شما داشته باشم یکی دو ساعت، هم شما هم دوستانتون اگه خواستید بیاین. باید شما یه ارگانیزیشنی داشته باشید. به فیسبوک ببینید، فیسبوک الان منو فلج کرده و براتون فرستادم یه عکسی نوشته، به مردم هم نشون میدم، نوشته ما دنبال مشکل شما بودیم از سال 1969. یعنی ببخشید تو آمریکا میگن که سرشون رفته تو فلانشون، حتما جایی هم که شما هستید اینا انگلیسی ها میگن که مثلا بله اینا اینجوری شدن. الان که ترامپ باهاشون در افتاده، شما به فیسبوک نباید اطمینان کنید. تازه با 4 جا 5 جا همه تخم‌مرغ‌ها رو توی بسکت نزنید، تلویزیون بزنید. ما نگفتیم که روی فیسبوک فقط کار میکنیم. بله.
نه من دارم میگم صحبت میکنیم، عکس ها رو نشون میدیم، مردم بپیوندن. شما یه قدرت تشخیص داشته باشید کی مزدوره داره میاد میخواد نفوذی باشه کی نیست. اصلا ببخشید یه جای امتحان میکنن به طرف، میگن آقا تو اگه میخوای مملکت نجات بدی برو مثلا برادرتو بکش. طرف میره نشون میده برادرشو میکشه و به اینا ثابت میکنه که من به شما باور دارم، به شما ایمان دارم. اینا رو تو داستانهای قدیم بوده، تو چیزا هم بوده. اینجوری میشه امتحان کن. آقا من از شما عذر میخوام اگه یکم صدام بلند کردم، ببخشید. این عصبانیتی که من از وضع ایران عصبانی هستم، میبینم یه نفر میمیره که خود این آقای شجریان هزار تا سوال هست راجع بهش، و این یه نفر انقدر آدمو میاره تو خیابون، بوق میزنن، فوش میدن، فلان میشن، مرگ بر دیکتاتور میگن. هیچ کس حاضر نیست اون موقع به اینا بگه چه کار کنن. اینا مثل مرغ سربریده همینجوری پرپر میزنن و میرن، میرن تو خونه. حالا از فردا شما صبر کن ببین اینا کیا رو گرفتن، از فردا صبر کن ببین به کیا تجاوز کردن، و ما دوباره منتظر میشیم تا این دفعه ناظریان بمیره، اون یک خواننده بمیره، و باز 10 نفر، 100 نفر، 1000 نفر، میلیون نفر بیان بیرون. من ممنون شما هستم، حتما با هم تماس میگیریم از طریق اسکایپ و ایمیل تا یه قراری بذاریم، یه برنامه جوندار با هم بذاریم، و به دوستاتونم سلام منو برسونید و بگید که سربی خیلی توپش پر بود، این سوالا رو کرده، بیان یکی یکیتون جواب بدین. آقای آبتین جواب منو بده، تصور کنه بابای من بین شیراز و زرغون وایساده، ماشینش هم جلوشه، یه جوونی اومده میگه میخوام آتیشت بزنم، این بدبخت جلیل سربی چه کار کنه تو شیراز؟ تو اونجا با این دوتا جوون چی بگه؟ و همینجوری بریم هفت تپه. کسی که 12 ماه حقوق نگرفته، نگران بازنشستگیش بوده و هی رفته سر کار، حالا هم اعتصاب میخواد بکنه، به کجا میرسه؟ اونا پولا رو خوردن و رفتن، حالا این بره. بله ممنونم از شما، خیلی ازت عذر میخوام، قربانه رو مهاتو میبوسم و به امید دیدار. مرسی دوستان عزیز، عذر میخوام اگر تو برنامه یکم صدام بالا بردم، هم از آقای فرزاد نیساری دوست عزیزمون، هم از شما، و بیایم یک کمی جو برنامه رو عوض کنیم و بریم سراغ پتیک در کالیفرنیا. پتیک برای من یه چیزی فرستاده بود، نوشته بود که بذار من این عکس رو بهتون نشون بدم و نوشتش هم بخونم. اول نوشته رو میخونم. نوشته کاکو، وقتی کار روی اصول باشه اینطوره، از 1 تا 14 اختار کتبی میدن، از 15 تیکت. درست یاد تهران افتادم، مادر قبه پلیس روی تابلو رو میپوشون، ننوشتن زمان شاه یا زمان شیخ، فرقی با هم ندارن دوستان. این شیخ دنباله حکومت شاه است، این شیخ، این ملا، این آخوند فرزندان چی میگن لایق شاه هستن، زیر بال پر اون، زیر دامن فرع اینا دنیا اومدن. مادر قبه پلیس روی تابلو را میپوشاند، وقتی پارک میکردند میومد و همه را جریمه میکرد. کارمون خیلی خرابتر از آن است که تو تصور میکنی، چون من تکی کلامم اینه که کارمون خیلی خرابه. حالا نگاه کنید ایشون تو کالیفرنیا، ببینید حالا رو ماشین خودش بوده یا روی ماشین، فکر نمیکنم پتیک اینجوری باشه که هر جا رسید پارک کنه و اینها. در هر صورت این شماره چیش هم هست، بذارید اون قسمت رو من بپوشونم. بله شماره ون نمبر هم بود، حالا مهم نیست، ون نمبر هر ماشینی شما میتونید تو خیابون ببینید. نوشته که پارکینگ انفورسمنت، یعنی اینایی که مامور پارکینگ و اینا هستن، فور استریت سویپینگ، برای جارو کردن خیابون سرویسز تو رزوم. میگه از اول اکتبر تا 14 به اصطلاح نوتیس بهتون میدیم، از 15 شروع میکنیم جریمه، یعنی ماشینتون رو وردارید تا ما بتونیم به کارمون برسیم. من وقتی اینو دیدم برای پتیک نوشتم که حتما یادته که من تو برنامه درباره کلمه اغماز شود صحبت کردم. خیلی از دوستان تا میگن وای درست دیگه، بازم سربی میخواد ما رو ورداره با این پیکان قرازه احمد آفرینش، ما رو ببره تهران و تو خیابون کاخ بعد از 40 کلاغ خوردن تیکت بگیره. این داستان رو براتون میگم، شاید حال جمعه‌مون عوض بشه. بنده دانشجو بودم،
اونایی که شهرستان هستن میدونن شما وقتی که از دبیرستان میری، حالا ما هنرستان، از همون هنرستان عادت کرده بودیم جزوه و کتابایی داشتیم که استادای ما اونا رو تهیه میکردن. بعد که میری دانشگاه، تو دانشگاه هم همینجوره، هر استادی بستگی داره که کجا درس خونده، دانشگاه ایران بوده یا دانشگاه آمریکا بوده، دوست داره یه مقداری از دانسته های خودش رو به شما منتقل کنه. لاجرم میره کتابای خودش رو میاره، یادداشت خودش. بعضی هاشون از این راه پول میساختن، کتابم درست میکنن به دانشجوها میفروشن. ما یه دفعه گفتیم خب حالا بریم تهران فلان کتاب و فلان کتاب بخریم. و خب شهرستانی اینجوری وقتی میخواد بره، آقا احمد جان میای، این احمد آفرینش هر جا هست یادش بخیر، بله میام، ماشین داداشم هم هست، وردا بریم. آقا اینجوری هم بود، همه تو شیراز میگن پیکی، شما میگه دونگی، پیکی یا اینجا میگن چیپ این، هر کی یه پولی میریزه بنزین میزنیم میریم. وقتی هم جوون هستی خرجی نداری. اون وقتا هم میگفت هر جا آفتاب رفت پایین لافت آسمونه و زمینم دوشکت میخوابی و اینها. ما رفتیم تهران، خب موندیم و کتاب خریدیم و اون دوست اون آقای جمال قاسم زاده که از همه ما بیشتر میفهمید گفت این کتاب ایرج راین یا فلان بخر برای من فراموشخانه، و به ما هم نگفت که آقا این قاچاق فلان اینها. حالا یه کتاب فراموشخانه راجع به فراماسونری چرا قاچاق باشه؟ اونو واگذار کنید که 3 سال قبل از انقلاب چرا همچین چیزی بوده. 4 سال رفتیم اونجا ما. بعد بالاخره وقتی هم میری مسافرت همه میرن چلو کباب میخورن، ما که معمولا خودمون تو خونه چلو کباب درست نمیکردیم که، منقل و بافور و فلان که نبود که، حالا دیگه مد شده همه چلو کباب میذارن، هر فیلم ایرانی چلو کباب گوجه فلان بیسا. اون موقع چلو کباب رو توی رستوران میخوردیم، مخصوصا مسافرا. در از صورت زور شد، حالا دیگه میخواستیم بچه هم حرکت کنیم بیایم شیراز، رفتیم رستورانی به نام نایب، اگه اشتباه نکنم تو خیابون پهلوی بود، نهار خوردیم. بعد اومدیم بیرون که بپیچیم حالا بیایم پایین دیگه، میخوایم بریم جنوب، بریم خیابون پایین. همون راهی که صبح رفته بودیم، خیابون کاخ اگه یادتون باشه، از شارزا میرفت تا اون میدون اون موقع آرژانتین، نه هرچی بود بعد شد فلسطین، بعد از ظهر از اون وری میمد. ما صبح رفتیم، کاری نداریم که این بعد از ظهر از کجا میاد، گفتیم خب از همین راه میریم. آمدیم، داداش من که سرباز بود و تهران خدمت کرده بود به من گفت تو نمیتونی اینجا بری پایین. گفتم چرا؟ گفت اینجا اسرا ورود ممنوع میشه و از همه از پایین میان اینجور. گفتیم نه بابا، ما صبح از... گفت خلاصه الان نمیتونی بری. گفتیم تابلو میگه یه طرفه. گفت حالا برو. نشست عقب، رسیدیم هر کی میمد این پای ملت چراغ میزدن، بوق میزدن، فوش میدادن. ما میگفتیم عجب آدم های خوبی هن این تهرونی ها، تشویقمون میکنن، نمره ماشین ما رو میبینن شیرازه، دست تکون میدن، چراغ میزنن، به به عجب آدم های خوبی هن این تهرونی ها. اومدیم تا سر خیابون اون شارزا و همین کاخ، بعد درست میگم کاخ به شارزا، بعد یه پلیسی وایساده بود اونجا، آجان بود، نه درجه نه چیزی، فکر کنم گروبان بود یا گروبان یک بود یا استوار بود. گو بزن کنار. تا زدیم کنار داداشم شروع که خندیدن، گو حالا من وای میسم میخندم. از ماشینم اومد پایین رفت اونجا خندیدن، و پلیس گو که تو چرا از این ور اومدی؟ گفتم خب میخوام برم شیراز. گفت نمیگم کجا میخوای بری، میگم چرا از این ور اومدی. گفتم چرا نیام؟ گفت ورود ممنوعه. گفتم نه آقا، برعکس، شما اختیار داری، یه طرفه است و من یه طرفه اومدم پایین، اینا دارن ورود ممنوع میرن، منو ول کن برو به اینا تیکت بده. گفت مرد حسابی، این ورود ممنوعه. گفتم که خب من دیدم یه طرف است، شما میگی نه ببینیم. گفت نه من نمیتونم، من سر پستم، نمیتونم بیام همراهت اونجا نگاه کنم فلان. گفتم بابا 4 نفر آدم هستیم توی این ماشین، حرف ما رو قبول کن. گفت نه نمیشه. گفت خب حالا چی کار کنیم، شما چی میگی؟ فکر کردیم مثل آجانای شیراز 5 تومن میخواد بگیره ولمون کنه. گفت که من باید تیکت بدم. گفتم تو که آجانی؟ گفت خب آجانم که آجانم. گفتم تو شیراز آجان تیکت نمیتونه بده، فقط افسر باید باشه. گفت نه خیر، اینجا اینجوریه. و خلاصه دعوامون شد. جوون، آقا جوون، دانشجو، داداشتم جوون، احمق، کلش خشکه. بگو بچه جون از شهرستان اومده اینجوریه، حالا بهت وارنینگ میدم، برو. آدم نیستیم آقا، نبودیم آدم دوره شاه، دوره شیخ هم نیستیم. حالا بیا تو. خلاصه الو الو، از آجان فلانی و سرکار فلانی تشریف بیارید اینجا.
یه موتورسیکلتی اومد، ایشون یه ستاره ای داشت و افسر. جناب سروان، حالا اینا هم ستوان 3 باشه، ستوان 2 باشه، ستوان 1 باشه، سروان باشه، بهش میگن جناب سروان. جناب سروان اینا از تو ورود ممنوع اومدن و اینجوریه. به او گفتیم آقا ما بچه شیرازیم، اینم گواهینامه‌مون، اینم ماشینمون، فلان اینا، تو نگاه کن ما از اینجا که اومدیم یه طرفه بوده. بعد گفت بذار ببینم، کلانتری فلان، کلانتری فلان، اینا میگن تابلو عوض نشده. بعد بله تابلو امروز بنزین نداشته، اون موتورسیکلتی که باید میرفته عوضش کنه عوض نشده. حالا افسره به جایی که بگه آقا تابلو عوض نشده، اشتباه از ما بوده، من از شما معذرت میخوام، به اون آجانم بگه که بعضی وقتا بابا به آدما اطمینان کن، اینا درست میگن، مردک به ما تیکت داد. گفتیم جریمه برای چی میدی؟ این که داره میگه که تابلو عوض نشده. گفت نه، در هر صورت من مأمور اجرای قانونم، شما فردا برو مجریات. گفتیم مجریات یعنی چی؟ گفت یه قسمتی از دادگاه رو گذاشتن مجریات. آقا ما رفتیم، آها شب رفتیم مسافرخونه موندیم، ما که پول هتل نداشتیم، رفتیم مسافرخونه موندیم و رفتیم فردا صبح مجریات، یه چیزی اینجوری بود، یا اجراییات یا مجریات، دادگاهی بود که تو دادگاه بود. رفتیم اونجا میبینم آقا اون طرف میگه آقا این 4000 تومنو بگی، 4000 تومن 3 سال قبل از انقلاب، این 4000 تومنو بگی من میخوام برم. گفتیم آقا اینجا چیه؟ گفت من معمارم، اینا هر روز منو جریمه میکنن، من حاضرم 10000 تومن بدم، اینا خرن نمیفهمن، 10000 تومن بدم ولی هر جا میخوام پارک کنم. دیدیم همه با میل و رغبت دارن جریمه میدن و میرن. حالا ما شب موندیم 4 نفر آدم تو مسافرخونه، یه شام اضافه خوردیم، یه صبحونه اضافه خوردیم، حالا اومدیم اینجا، یعنی درست 24 ساعت عقب افتادیم. نوبتمون شد رفتیم تو اتاق، برای اولین بار قاضی زن، بله در دوره شاه قاضی زنم بود و والله خیلی بهتر از قاضی های مرد بود. گفت که چی شده؟ و افسرم اونجا بود، گفت که اینجوریه، اینا اومدن تو ورود ممنوع. گفت که این میگه که ورود ممنوع نبوده، یه طرفه بوده. گفت بله موتورسیکلتشون بنزین نداشته برن. بس گفت خب شما چرا اینجا هستین؟ اگه اینجوری بوده اینا باید میرفتن دنبال کارشون و فلان اینها، و شما یه کمی چک کنید مردم وقتی یه حرف میزنن، ببینید مردم ناراحتن، حرف میزنن گوش بدین، مردم یه حرف میزنن شما یه کمی گوش بدید، رعایت کنید اینا و اغماز شود. ما هی نگاه کردیم به هم دیگه، گفتیم چطور شد میریم زندان؟ گفت برو اونجا. با ترس و لرز کاغذه رو از اینا گرفتیم، اومدیم یه دریچه‌ای بود اونجا، یه خانمی نشسته بود، این خانمم یه فیلمی مال سپرنیا اینا بود، یه خانم دیوونه تو دیوونه خونه کار میکرد، تو موهاش قفس گنجشک و اینا بود. این خانمم فکر کنم اون مدلی موهاش درست کرده بود، وقتی کلش اینجوری میکرد مثل این خانواده سیمپسون شما یه چیز انقدی میدیدی. گفت که خب اینجا نوشته اغماز شود. من سرم آوردم پایین، دیدی که همش هم شیشه اینجوری. گفتم ببخشید اغماز شود یعنی چی؟ حالا این خانم میدید، دادگارم میدید بین ما و این. گفت که تو که تو دادگاه گفتی دانشجو هستی. گفتم والله هنوزم دانشجو هستیم. گفت تو نمیدونی؟ گفتم خب اگه میدونستم همه چی رو که دیگه دانشجو نبودم، چون دانشجو هم دارم دانش میجویم. حالا اغماز شود یعنی چی؟ گفت شما غمزه میدونی یعنی چی؟ گفتم اینجوری که شما داری میگی مثل که در رابطه با چشمه. گفت بله چشم پوشی شود. اون موقع آقا پتیک ما کلمه اغماز و شود و چسبوندیم به غمزه. کسی که غمزه میکنه یعنی چشاشو برای شما اینجوری میکنه. دوستان امروز داشتم با یه آقای صحبت میکردم، گفتم دوست عزیز، ایشون جوانتر از منه، حدود 44 سالشه. گفتم دوره شاه اگر بهشت بود مردم انقلاب نمی کردن. این پسر احمقش که اینجاست خودش گفت، البته که اشکالاتی بوده، اگه اشکالاتی نبود که مردم انقلاب نمی کردن. حالا بریم برنامه جدید آقای ارشاد ندارم، چون فیسبوک ما رو بلاک کرده، برنامه هفته گذشته شو ببینید، تا اگر ایشون درست کرده باشه برنامه جدید به مجردی که بگیرم میذارم. برنامه آقای ارشاد، برنامه کانون آوا، برنامه سربی با مردم، و بازم تشکر میکنم از آقای بهرام، از آقای خسرو بهرامی، بیشتر تشکر میکنم از آقای فرزاد نیساری، و بازم از ایشون عذر میخوام اگر این بار من دارم رک و راست سوال میکنم. آقا این سوالیه که تو مغز دیگرانم هست ولی من هنوز اون
جرأت رو ندارم که به دروغ بگم این سوال همه مردمه. آقا این کاغذو که میگیره دیدیم که جوونه رفته مسجد فلان و توی شیراز آتیش زده، بعد گرفتن اعدامش کردن. آقای شارمهرم با افتخار اینجا گفته بله این جوان ها جزو انجمن پادشاهی بودن. راستی از شارمهر چه خبر؟ باورتون میشه این مردک جمشید شارمهر یکی بهش زنگ زده گفته آقا آخوندا به من و دوستم میخوان 300 هزار دلار بدن که ما شما رو بکشیم، ولی ما آدم قاتلی نیستیم، چیکار کنیم؟ گفته ببین بیا من و شما یه صحنه سازی میکنیم. این ویدیوش آقای عزیزان گذاشته، تلویزیون نوری زادم نشون داد، یه صحنه سازی میکنیم که من مردم، خون بریزین رو صورتم و برید این پولو بگیرید بیاین با همدیگه شریک. گفتم خب این بیناموس، این احمق پول خونشو قبل از اینکه بمیره گرفته، 300 هزار دلار از آخوندا میگیرن، چی میشه؟ آخوندا میشن مار زخمی. این بار یه کسی رو پیدا میکنن که دیگه دوباره به قول معروف نمال درشونو بره، که پولو که اگه میگیره این آقا رو دست بسته کت بسته ببره ایران. خبری دارید از جمشید شارمهر تماس بگیرید، شماره تلفن ما هست 202-695-2573. روز روزگار بر شما خوش و به امید روزهای بهتر، فردایی روشن‌تر. مرسی که با تلویزیون مردم بودید، بیشتر ممنون میشم. ما یادمون میره از اول برنامه تا آخر برنامه که سابسکرایب کنید، اینو برای دوستانتون بفرستید، مخصوصا الان که اسکایپ با بیش از 15,000 خورده فالوورز، بذارید بهتون نشون بدم که فکر نکنید من دارم قلوف میکنم. از بس ما ایرانی ها به هم دیگه دروغ میگیم، خودمونم وقتی حرفی میزنیم باورمون نمیشه. ببینید 15,600 فالوورز، اوکی؟ حالا بعدم ببینید فیسبوک برای من چی نوشته. فیسبوکی که بلاک شده میندسه 30 روز بلاک هستی، که اینو به خاطر دوستان یهودی داریم. یه فیلمی گذاشته بودیم میگه آقا یهودی ها اینجور اونجور، اینو 30 روز. و یه جای دیگه فیسبوک میگه که ما از سال 1969 دنبال کار شما هستیم. بذار اینم براتون پیدا کنم اگه بتونم، اگه نه براتون بعدن یه برنامه دیگه اینهاش بفرمون. نگاه کنید دوستان، خدا من واضحش میکنم. ببینید نوشته secure your account، میگه ما که نمیذاریم تو به اکانت دسترسی پیدا کنی، برای که میخوایم دنبال ایمنی خود تو هستیم، امنیت خودتیم. You started securing your account on Wednesday, December 31st, 1969. میگه شما شروع کردین که اکانتتون رو به اصطلاح امن و ایمن کنید، هیچکس دسترسی بهش نداشته باشه. از سال 1969 ساعتش هم برامون نوشته 7 شب. حالا میگه این کارو بکن. سیستم فیسبوک دوستان ریخته به هم، امیدوارم ویکند درست بشه. اگه درست نشه باز برمیگردیم با همون سیستم قدیمی خودمون، مردم tv.com، بعدم روی یوتیوب. از اینکه با ما بودید کمال تشکر رو دارم، ممنون و متشکر و به امید دیدار در فردایی بهتر. روز روزگار بر شما خوش.